دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امشب، امروز، بعد از ظهر، صبح زود، هر جای دنیا که هستید با هم هستیم اوقات بهتری پیش رو داشته باشید. این برنامه اسمش هست سربی با مردم و امروز هم هست چهارشنبه آخرین روز ماه فوریه که استثناءاً 29 روزه چون سال کبیس است. خب سال 2012 هست و از اونورم دهم اسفند ماه 1390 و دو روز دیگه جمعه در ایران دوازدهم اسفند ماه انتخابات برگزار میشه. ببینید این آخوندها چقدر زرنگن، گذاشتن روز جمعه. دو تا انتخاب دارید، یا برید نماز جمعه بخونید یا برید رأی بدید، یا برید نماز جمعه و رأی بدید یا برید رأی بدید و نماز جمعه. سه چهار تا انتخاب همش یکیه و سینماها تعطیله، هیچ جایی نیست، مردم میرن اونجا. توی آمریکا هنوز تا هنوز این آمریکایی‌ها یاد نگرفتن که انتخابات رو بذارن روز شنبه یا یه شنبه و میبینید که هنوز سه شنبه هست. دلیلش هم به خاطر نفوذ کلیسا، قدرت کلیسا هست و یه سریش هم برمیگرده به اون موقعی که اینها با کالسکه و اسب و اینها میرفتن رای بدن و میگفتن تا حالا یه شنبه میرن کلیسا، بعد تا بخوان راه بیفتن برن شهر طول میکشه و اینها، گذاشتنش سه شنبه و همینجوری باقی مونده. یعنی خیلی نگید که آمریکا هم استیت اند چرچ یا دولت و دین یا حکومت و مذهب از هم جدا هستن. همینجا که الان ما داریم صحبت میکنیم آقای سنتروم اصلا میگه که باید مذهب رو یه جورایی بیاریم در دولت به اصطلاح باشه. اجازه بدید من از همین اول شماره تلفن ها رو بذارم، چون خیلی از شما دوستان شکایت کردید که آقا اسم این برنامه هست سربی با مردم ولی نمیذاری ما زنگ بزنیم. والا یکی دو بار مسئله تلفن پیدا کرده بودیم، ولی قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم خانم سرور دلدار لطف کرد زنگ زد و تلفن ما کار میکنه. خودم هم امتحان کردم. اجازه بدید همینجا تشکر کنم از این دوستان که صدای ما رو به بینندگان و شنوندگان خودشون میرسونن و اجازه میدن که ما از امکانات تلویزیون آپادانا استفاده کنیم. همینجا جا داره که من از آقای سعید مقدم، مال تلویزیون مرکزی، صاحب یا مدیر تلویزیون مرکزی هم تشکر کنم. زنگ زدن از طرف تلویزیونشون، گویا دیشب قرار بودیم با هم صحبت کنیم. این سه ساعت اختلافا بعضی وقتا اشکال پیش میاره. وقتی ایشون زنگ زده بوده ساعت 11 و ربع بوده که ما اون موقع دیگه تلفن خاموش از این قفس هم رفتیم و به قول بعضیا 100 تا مردرم خواب دیدیم. خب امروز اگر اجازه بدید درباره رأی دادن و رأی گرفتن، چرا بعضیا میگن رأی گیری بعضیا میگن رأی دادن، صحبت میکنیم و خیلی ساده نظرمون رو میگیم. رأی میدیم، رأی نمیدیم. اگر رأی میدیم چرا رأی میدیم، اگر رأی نمیدیم چرا رأی نمیدیم. من سالهاست که اینجا هستم، گفتم وقتی هم که میذارن اینجا صندوقای رأی رو اگه بتونیم هم ما شرکت کنیم، من یکی شرکت نمی کنم. چون شما وقتی میخوای رأی بدی باید آشنا باشی، وارد باشی، بدونی کی نامزده، کجای کاره، چه کاره است، رأی بدی. و الا اگر رأی ندی خیلی بهتره و به همین دلیل هست که توی آمریکا باز هنوز شما وقتی رأی میدید مستقیما به نمایندگان و مستقیما به رئیس جمهور رأی نمیدید، به دلیگیتا رأی میدید. به یعنی مراحلی که داره باورشون بر اینه که اگر یه شخص نادان که نمیدونه تو ایران چه خبره، افراد رو نمیشناسه، بره رأی بده، بیشتر به سیستم و به همه، حالا منظورم سیستم جمهوری اسلامی نیست، منظورم سیستم اون، خب این شما داری رأی میدی که اینها برن برای شما قانون بنویسن، قانونمندی یا اینجا مجلس و رپرزنتیتا برن توی کپیتال بشینن اونجا قانون بنویسن. شما اگه به یه آدمی رأی بدید که وارد نباشه میزنید چهار تای دیگر هم خراب میکنید. و خیلی ها باور دارن برای رأی دادن و در رأی گیری شرکت کردن باید یه دوره هایی رو طرف بگذرونه
چجوریه شما یه ماشین که میخوای رانندگی کنی ازت امتحان رانندگی میگیرن، ولی در سهیم بودن و شریک بودن تصمیمات برای مملکتت نباید هیچی بدونی، فقط خوشحال تا شد 16 سال یا شد 18 سالت بری و رأی بدی. از دوستانی که برنامه ها رو طبق معمول از تلویزیون مردم میبینن خواهش میکنم که در ساعت دوم شرکت کنن و تماس بگیرن. از دوستانی که این برنامه رو از تلویزیون آپادانا و احیانا جای دیگه میبینن و میشنون میتونن در قسمت اول تماس بگیرن. الان ساعت 8:09 هست و ما به وقت شرق آمریکا و ما تا ساعت 8:55 با تلویزیون آپادانا همراه هستیم. پس از اون میریم آگهی ها رو میبینیم، بعد برمیگردیم با دوستانی که ما رو از تلویزیون مردم دنبال میکنن. یه خبر خوب بهتون بدم در رابطه با هم تلویزیون آپادانا، هم تلویزیون مردم و دیگر رادیو تلویزیون هایی که روی جی ال ویز هستن. از دیروز تا حالا شما میتونید برید از اون بهش میگن اپلیکیشن یا اپس، از اونها استفاده کنید و روی تلفن های سمارتتون تلویزیون و رادیو و اینها رو هم ببینید و به اصطلاح بشنوید. سوربی هستم، بفرمایید. سرای سوربی. ممنونم عزیزم، بفرمایید. من نظرم این است که مردم باید صندوق های رأی جمهوری اسلامی را واجگون بکنند و بیان تو خیابونا و به هیچ عنوان اینها را آرامش نگذارند داشته باشند و از خواب را از گزمه های جمهوری اسلامی برو بایند. و از شما هم تقاضا میکنم که اعلانیه آقای تیمسار روحانی را پخش کنید در اینترنت دون به دوستان عزیز بگویید که حالا اجازه بدید قبل از اینکه شما اینو بگید، دوست عزیز من سوال کردم، شما ببینید شما که نمیتونید از مردم بخواین چه کار کنید، شما خودتون یه عضو مردم هستید، شما بگید من چه کار میکنم، من میگم من چه کار میکنم. من نظرم اینه که از آقای تیمسار روحانی پشت سر تیمسار روحانی قرار میگیرم و اگر برادران و دوستان منم در تهران باشند میگویم که صندوقهای جمهوری اسلامی را واجگون کنم. مرسی عزیزم، شما باز همون حرفو میزنی. عزیز من میگم شما چه کار میکنی؟ شما پشت سر آقای روحانی قرار میگیری، آقای روحانی رأی میده، خب این که شما اقتدا میکنی با آقای روحانی چه تفاوتی داره با اون بیسوادی که در ایران اقتدا میکنه به یه آخوند؟ شما یاد بگیر خودت بیا بگو من یاد بگیریم، هی نگیم مردم بیاین تو خیابون. آقای تیمسار روحانی بارها تا حالا دروغ گفته، بارها گفته مردم به من تماس گرفتن، سپاه پاسداران تماس میگرفتن، 8 میلیون نمیدونم فلان هست، شما هنوز دنبال این میرین. خب این چه تفاوتی داره با اون آخوندی که میاد قول بعده و بهشت و جهنم رو میده؟ چه فرقی میکنه؟ این به شما قول آزادی میده، میگه فعلا پول بده تا برنامه‌های تلویزیونی داشته باشم، آخونده هم قول جهنم و بهشت رو میده، اگر پول بهش ندی میری جهنم، اگر پول بهش بدی میری بهشت. شما هنوز یاد نگرفتی در قرن 21 در کشور آمریکا بیای بگی من رأی نمیدم به این دلیل که اعتماد ندارم به این دولت، من رأی نمیدم به این دلیل که از ایران خارج هستم نمیدونم اونجا چه خبره. یکی دیگه هم بیاد بگه من رأی میخواستم بدم ولی اینجا صندوق نذاشتن که من رأی بدم. سوربی هستم دوست عزیز، شما بفرمایید، لطف کنید نظرتون رو درباره انتخابات بگید. من خودم سوربی هستم، یه مقداری آقای سوربی تأخیر داریم، صدای تلویزیونتون رو کم کنی لطفا. اجازه بدید ببخشید. الو جانم بفرمایی. آقای سوربی شما فرمون راجع به انتخابات صحبت کنید، اولا دور بر شما. ممنونم عزیزم، بفرمایی. از شما راجع به انتخابات صحبت کردید، گفتید که انسان باید بدونه چجور به کی رأی بده به کی نده. آماری ما دونستیم به کی رأی بدیم، وقتی در جمهوری اسلامی ولایت فقیه همه کار اونه، چه فایده داره که رأی بدن یا ندن؟ به هر کسی رأی بدید اما ولایت فقیه که دو چیز داره میکنه. و در ضمن سعید مرکزی فرمودید تلویزیون مرکزی، ایشون که دیگه وجود نداره، ایشون هست روی کامپیوتر هست، روی اینترنت هست، روی جی ال ویژن. آره روی اینترنت هست. آره دیگه راست مردم چیز شده است، بس که شروور گفت مردم دیگه تلویزیونش نگاه نمی‌کنن. مردم که شروور دوست دارن. مرسی عزیزم، خواهش می‌کنم. قربان.
خب ببینین آقا خیلی ساده قشنگ گفت، گفت من برم به کی رأی بدم وقتی که نماینده ها مردمی نیستن. مرسی، واقعا عالی بود. سویت و شورت به قول معروف، مفید و مختصر. سوربی هستم دوست عزیز، شما بفرمایید. شما روی خط هستید، بفرمایید. جناب سوربی جانم بفرمایید. درود به شما جناب سوربی. شما یک چیزی، یه مسئله منفی اجتماعی رو دارید مطرح میکنید که من اینو ایمان دارم. دقیقاً من منفی مطرح کردم که شما با مثبت بودنت دلیلم دارم. بله اجازه بده عزیزم، من منفی اعلام کردم که شما با مثبت بودنت بیای بالانس کنی، این تعادل رو برقرار کنی. شما از کاری به من نداشته باش، شما نظر خودتو بگو. این یک رأی‌گیری سالمه، یه نماینده یه سالم هستش. همین نماینده، همین رأی، شما شرکت میکنی یا نمیکنی؟ خیلی ساده است. خب حالا من اگر گفتم نه، شما میگید ممنون، وقت بعد میخوای رأی‌گیری بکنید. من نمیدونم اصلا تر این موضوعی که اوکی. شما برو وقتی فهمیدی بیا. دوستان عزیز یادم رو اعلام کنم، طرح این موضوع اینه که ما اسامی شما رو و این صحبتایی که میکنید ترد همه رو میدیم به CIA، FBI، سازمان موساد، سازمان ساواما، جمهوری اسلامی، به همه اینا میدیم، هر کی بیشتر پول بده. اگر شما میترسی اصلا زنگ نزن، چراغم خاموش کن، داری تلویزیون نگاه میکنی که یه وقت ما نبینیمت. اگر نمیترسی بیا بگو که من به این دولت مزخرف و نمایندای مزخرفش رأی نمیدم. شما نمیخواد برای دیگران بگی که من یه سوال منفی رو معین کردم، یه سوال مثبت رو معین کردم، منفی در مثبت میشه منفی، مثبت در منفی میشه منفی، اینا رو ول کن عزیزم. سوال ساده است. یه سوال به این سادگی رو شما با این فهم و شعورت نمیتونی جواب بدی. بیای بگی من به دلیل اینکه دولت فاسده، نماینده ها رو خودش انتخاب میکنه. این رو آقای عقیلی پور جواب داده، ما اینو گذاشتیم برای بازی. تلویزیون بازیه، یا اقلا برنامه من بازیه. اونایی که میبینی برنامه هاشون خیلی مهمه، مثل آقای تیمسار روحانیه، میبینی که ساعت 8 شب سربازاش زنگ میزنن به این تلویزیون، آقا شما برو روی اینترنت پیام آقای روحانی رو برای من بخون. نوکر ما نوکری داشت، خودش میرفت گل بچینه. شما اگه میخوای دوست عزیز پیامت رو بده به یه تلویزیونی مثل آپادانا، بده به یه تلویزیونی مثل مردم، 10 دلار، 50 دلار، 100 دلار خرج کن برات بخونن، روزی 20 بار برات بذارن. شما نشستی اینجا میگی من به مردم میگم برن قوطی ها رو پرت کنن. آقا من کسی جرأت داره بره اونجا صندوق های رأی‌گیری رو؟ اینجا یه خبرنگاری داشتیم چند سال پیش، خبرنگار نبود، یه کمی از من خلتر بود، بلند شد رفت اینجا تو منحسس، گرفتن زدنش انداختنش بیرون، پلیس هم اومد بردی زندان. اینجوری نیست که، یکم بذارید واقعیت ها رو قبول کنید، با واقعیت ها حرف بزنید، با منطق بیان جلو بگین آقا من رأی نمیدم. من یکی اگر امروز میتونستم هم رأی بدم، شناسنامه‌ش رو داشتم، مهرش رو داشتم، کارت ملیش رو داشتم، امروز اگر میمدن قوطی هم میوردن در خونمون، رأی نمیدادم، چون من نمیشناسم اینا رو. شمایی که داری میگی، من مطمئنم شما یکی از همونایی هستی که میگی یا حسین موسوی یا کروبی فلان، مگه اونها هم از همین دولت فاسد نبودن؟ مگه بعد مردم نیومدن گفتن ما به اینا رأی دادیم؟ در هر صورت من بعض وقتا وقتی ناراحت میشم میگم که ای بابا تو قرن 21 اینجوری، بعد مردم میان میگن آقا اون وقتا خوب بودن، این آخوندا اومدن ملت ما رو خراب کردن. میگیم باشه. سوربی هستم، بفرمایید. الو بفرمایید. الو جانم بفرمایید. جناب سوربی درود به جناب علی. من یه سوالی داشتم، میدونید مردم سوریه چرا قیام کردن؟ چون مجریای تلویزیونی مانند ما نداشتن. آفرین. نه احتمالاً چون مجریای تلویزیونی مثل شما باید بیان اینجا و مردم سوریه انقلاب کنن.
مردم سوریه انقلاب کردن چون آدمایی نداشتن مثل شما بشینن. به این جنبش ها میگن جنبش تنبونی، یعنی طرف با تنبون و زیر شلواری نشسته جلو کامپیوترش، فکر میکنه الان یه ایمیل که میفرسته دنیا میان و انقلاب میکنن. مردم سوریه رفتن ماها نشستن اونجا دارن کشته میشن و حالا تازه بعدن ببین نتیجه همون انقلاب سوریه و همون مجریای تلویزیونش که باب طبع شماست، ببین چی در میاد. میشه یک مصر دیگه که حالا تازه توی مجلسش از اون میگن، میشه یه مصر دیگه که یه سری از خودشون، اصلا دولت الان ارتشیه دیگه، یعنی حکومت نظامیه، و الا این سربی باشه اون نباشه. یکی از دوستان نوشته آقا این آقای نور هست که دیوانه هست. یادتونه اون وقتا وقتی یکی کچل بود بهش گفتن زلفعلی، وقتی یکی کور بود میگفتن چراغعلی. این آقای نورم نه نور داره نه دانش، فامیلشو گذاشتن نور. بعد ممنونم از یک که شما دوستان عزیز، اجازه بدید که من برم و برگردیم بریم توی دوره شاه ببینیم که آقا این آخوندا که اومدن چجوری یه دفعه تمدن 2500 ساله ما رو به این روز انداختن، در صورتی که ما میخونیم این ورور میبینیم که بابا بعضی وقتا اینام نبودن، خود ماها خود مردم هم یه اشکال داشتن. یکی از اون اشکالا اینه که صادق هدایت توی کتاب بوفکورش میگه که این به اصطلاح زخم‌هایی داریم و دردهایی داریم. اجازه بدیم من خود اون متن رو براتون پیدا کنم بخونم که بله 37 درد، 37 درد و عیب اساسی. این حالا آقا اومده فکر میکنه تا صبحم چه کار انقلابی کرده که اومده روی تلویزیون ایرانی گفته اونا که انقلاب کردن مجریان مثل شما نداشتن. مجریان مثل کی داشتن؟ مجریانی مثل مجریای تلویزیون زمان شاه داشتن. خب انقلاب شد چی؟ اصلا این یعنی چی؟ این منطقه یعنی چی؟ این به قول معروف لوس بازی یعنی چی؟ 37 درد و عیب اساسی ما ایرانیان. صادق هدایت در کتاب بوفکور خود می نویسد 37 درد و عیب اساسی ما ایرانیان که هیچ وقت درمان نشد. در بعد اینو میگه در زندگی دردهایی هست که روح انسان را از درون مثل خوره می خورند و می زدایند. این دردها را اجازه بدید من مثل این که این رو باید یه جورای عوضش کنم که بهتر بشه. بذارید تا اون موقع برگردیم به همینجا که شماره تلفن دوستانم پیدا نشه. سوربی هستم، بفرمایید. سلام علیکم آقا. سلام عزیزم، بفرمایید. حالتون خوب آقا؟ عصرتون، شبتون، صبحتون بخیر باشه. اوقات خوبی داشته باشید. شما هم بفرمایید عزیزم. من بخواستم با آقای سوربی یه دقیقه صحبت کنیم. خود من سوربی هستم. اصل این برنامه اینه که شما به عنوان مردم بیاین با سوربی صحبت کنید، بشه سوربی با مردم. قربان شما آقا. سلام علیکم آقای سوربی. سلام عزیزم، بفرمایید. خب حالتون خوبه آقای سوربی؟ الان ماها چی رای بدیم چی رای ندیم، این آخونده خودشون نماینده مجلس را انتخاب کردن، احتیاج به مردم ایران ندارن. بله ممنونم. پس شما هم با دکتر عقیلی پور به اصطلاح هم صدا هستید که میگه مردم هر چی بخوان رأی بدن یا ندن، آخوند هر کسی رو میخواد از تو قوطی میکشه بیرون. بله آخونده خودشون انتخاب کردن دیگه، آخونده دیگه احتیاج به ما نداره، ما بریم رای بدیم ندیم، ما هیچ زمانی هم رای نمیدیم. بله من ممنونم که نظرتون رو گفتید، مرسی. این دوستمون میگه که چون انتخابات نیست و انتصابات هست و آخونده از قبل منصوب کردن و نصب کردن و هر چیزی که شما بگید، ایشون رای نمیده. ببینید چقدر قشنگ این شخص تماس گرفت، توی کمتر از یک دقیقه نظرشو گفت، دولت رو زیر سوال برد، اصلا گفت که این انتخابات نیست انتصاباته. حالا اون دوست روشن فکر ما میاد میگه آقا شما میدانید چرا در سوریه انقلاب شد؟ در سوریه برای یه مقدار راجبش بخون ببینید که چرا در سوریه انقلاب شد. سوربی هستم دوست عزیز، بفرمایید. سلام و خسته نباشید. سلام عزیزم، بفرمایید. آخه مجلسی که نتونه بعد 8 سال یه سوال از نماینده که نتونه یه سوال از رئیس جمهور بکنه رای بدیم،
حرف اول و آخر رو یه نفر میزنه. ممنونم از شما، مرسی. آقا من ضمناً پیام شما رو برای آقای دکتر عقیلی پور فرستادم. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خداحافظ شما. اگه یه روزی من قرار بشه جایزه بدم به یکی از بینندگان و شنوندگانی که حرفشو مفید و مختصر و مؤثر میزنه، همین شخصی که الان زنگ زد، از همین اطراف بریلند و ویرجینیا هم هست، خیلی قشنگ میاد صحبت میکنه، چون قبلش که قبل از اینکه زنگ بزنه میدونه میخواد چی بگه. خیلی از ماها هول میشیم وقتی این تلفن جواب میده، هول میشیم. خیلی ها میگن آقا شما به مردم هی میگی بفرمایید اینا، تلویزیون های دیگه اینجوری نیست، باید از به اصطلاح دفتر بس کنن و اینها. من عذرخواهی کردم، چون اینجا من سال هاست که خودم مستقیما تلفن رو برمیدارم و خب ما هم دوست داشتیم که دفتری داشتیم، دستکی داشتیم، کمکی داشتیم، یاری یاوری داشتیم و اون کار رو انجام میدادن. به دلیل اینکه نبوده این امکانات، ما عادت کردیم بعضی وقتا یادمون میره که بابا اون داره درست میگه، این بنده خدا اولا داره با تأخیر میشنوه حرف ما رو، بعدم وقتی تماس میگیره توقع نداره که مجری که نشسته اینجا خودش بزنه و جواب بده. در صورت ممنونم، بریم سراغ 37 عیب و درد ایرانی ها که هنوز هم درمان نشده. این رو صادق هدایت نوشته ها. ببینید کی خودکشی کرد و بخونید کتاباشو، همون کتابایی که همون موقع هم که داشتیم میرفتیم به دروازه های تمدن بزرگ میرسیدیم تو قرن بیستم به من و شما میگفتن چی بخون چی نخون. اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح میدهیم. اکثر مردم ما، مثلا ببینید این آقایی که اومد گفت تو ایران اینجوری، اینشون داره خیال بافی میکنه. شما میتونی در زندگی رویایی زندگی کنی، مثلا تو ماشینت بخوابی ولی فکر کنی تو قصر خوابیدی، ولی صبح وقتی بلند شدی سرما خوردی، بدنت اینجوری شده و چارگوش شدی، نمیتونی تکون بخوری، پس تو قصر نیستی. میتونی رویا داشته باشی، آرزو داشته باشی، خیال داشته باشی، ولی حقیقت ماجرا که اینجاست شما باهاش روبرو نشید. اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح میدهیم. این امروز داشتم با خانم بهینه جیلانی که البته ایشون گفت حقیقتا فامیلی من گیلانی هست، بعد که این فامیلیشون عربی شده شده جیلانی، و ایشون توضیح میداد که آخونده اگر موندن برای که وقتی به منافع شخصیشون میرسه، منافع نظام میرسه، منافع شخصیشون رو به اصطلاح فدا میکنن و میبینید که طرف بچه خودش هم میکشه، بچه خودش هم تحویل میده و این خیالش نیست. ولی دیدیم در رژیم قبل که چون منافع خودشون رو به منافع نظام پادشاهی و به منافع نظام و دولت و هرچی که بگی ترجیح دادن، هر کسی کیفا آماده، پاسپورتا آماده، پولا تو کشورهای دیگه آماده، خونه ها آماده، یا علی مدد در رفتن. پس اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح میدن. با تناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم. این یکی از دوستای من که همکارش آمریکایی هست گفت که یه روز این دوست ما اومد گفت که یک شما پرنده میخوای؟ گفتم نه. گفت اینا دو تا پرنده هستن، مرغ عشق چی میگن، لاف برد و اینها، خیلی رنگای قشنگی دارن، میخونن. گفت بهش گفتم بابا من نمیخوام پرنده داشتن، حیوان داشتن، از داشتن بچه بعضی وقتا مشکل، بچه حداقل حرف میزنه بگه بابا نون میخوام، آب میخوام، این حیوانای بی زبون شما باید مواظبش باشین و اینا، بعد یه جا میخوای مسافرت بری باید یکی رو پیدا کنی اینو بدی دستش یا ببری بذاری توی این چیزا پول بدی یا اینها. گفت نه نمیخوام. گفت دوباره برگشت گفت ولی یه قفس خیلی قشنگی دارن، خود قفس خیلی گرونه. گفت بهش گفتم که بیا اینجا، ما ایرانی ها یه ضرب المثلی داریم، میگه که با تناب مفت طرف خودش رو خفه میکنه. مثل این میمونه که من به شما بگم بیا این یه تناب خیلی خوب از جنس ابریشم، شما بگیریش بعد ببینی هیچ استفاده ای نداری، تنها استفادهش اینه که ببندیش به طبقه دوم و خودت رو خفه کنی. این رو آقای صادق هدایت هم گفته، سربی امروز نمیگه دوست عزیز، مجری تلویزیون ایرانی نمیگه، این رو صادق هدایت گفت، صادق هدایت که از دست شما خودکشی کرد.
به خوشبینی بیش از منطق، به خوشبینی بیش از منطق بینی تمایل داریم. آره درست میشه، خدا کریمه، بیشتر نواقص را میبینیم، اما در رفع آنها هیچ اقدامی نمی کنیم. میزنیمش زیر قالی فعلا، آشغالا بره اونجا. در هر کاری اظهار فضل میکنیم، ولی از گفتن نمیدانم خجالت میکشیم و شرم داریم. کلمه من را بیش از ما به کار میبریم. آقا قربونت برم آقای صادق هدایت، من تازه حالا دارم به ملت میگم آقا بیا بگو من. از خودمون شروع کنیم، هی نگیم ما ایرانی ها 75. آقا طرف مجری برنامه میاد میگه ما ایرانی ها، آقا تو کی هستی؟ با کی صحبت کردی؟ با چند نفر در تماسی؟ آخرین باری که با خانواده خودت تلفن زدی صحبت کردی کی بوده؟ اصلا خبر داری برادرت کجاست؟ خبر داری برادرت بچه هاش ازدواج کردن، بزرگ شدن، کجا هستن؟ اون وقت یه دفعه میای از 70 میلیون ایرانی اونم 100% قاطع صحبت میکنی. خب در هر کاری اظهار فرض میکنیم، بعد کلمه من را بیش از ما به کار میبریم، غالبا مهارت را به دانش ترجیح میدهیم. حالا بابا مهارت هم داشته باشن بد نیست، ما مهارت هم نداریم، دانش هم نداریم، میخوایم بگیم کل عقل کلیم. این آقا نشسته تلویزیون نگاه میکنه، از اینجا نشسته فهمیده که توی سوریه به این دلیل انقلاب شده که مجریان سوری بهتر از مجریان ایرانی هستن. شما اون مجری سوری که تا مجری سوری بود یا لیبی بود، زنه که میگفت اگه کسی بیاد اینجا من خودم شلیکش میکنم و میزنمش و اینا، بدبخت بعدم گرفتن با کتک و اینها از استودیو بردنش بیرون. اونجا مجری های اونجوری داشته، آدم ها، شما، دیگران، اون نفر بغل دستید، اون نفر اونوری، یاد آقای فولادوندم به خیر میگفت تو فرزندم، تو پدر بزرگم، دستتو بده به من. هی اینجوری کرد، هی از پشت دوربین فکر کرد بهش دست دادن، بلند شد رفت ترکیه، دید هیچ کس نیست. طرف گفت دیگه، گفت شما برو جلو من هواتو دارم. کسی زرنگه که گهگاهی برگرده پشت سرش رو نگاه کنه ببینه کی پشت سرش. وقتی نگاه میکنی میبینی هیچ کس نیست. صادق هدایت گفته بیشتر به فکر منافع شخصی خودمون هستیم، بیشتر در گذشته به سر میبریم تا جایی که آینده را فراموش میکنیم. از دور اندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم. هم فکر امروز هست. عقب افتادگی من را، این خیلی جالبه، عقب افتادگی میان را به گردن دیگران و توطئه آنها میاندازیم، ولی برای جبران آن قدمی بر نمیداریم. چرا بابا؟ ببین قدم از این بالاتر، از 12,000 کیلومتر از این ور میگه مردم برن روز جمعه قطیار رو واژگون کنن. دیگه چه قدمی؟ رستم نمیتونه قدم به این بزرگی برداره. ناگفته نماند رستم بیشتر به اصطلاح مشورتی که میکرده گویا با رخشش بوده و داستانهامون هم گریه آوره. قهرمان ملی ما با رخشش مشورت میکنه و پسر خودشو میکشه، نمیدونه این پسرشه. من نمیدونم اون وقتا مثلا طرف میرفته مسافرت برای کورپریشن ها کار میکرده که خبر نداشته این پسر خودشه. خب وقتی از اسبت سوال کنی اینجوری میشه دیگه. خب حالا که ما خوششانسی اینجا رخش نداریم، بله، همیشه آخرین تصمیم را در دقیقه 90 میگیریم. من نمیدونم صادق هدایت هم اهل فوتبال و اینها بوده که دقیقه 90. غربی ها دانشمند و فیلسوف پرورش دادن، ولی ما شاعر و فقیه. من یه چیزی رو گفتم شاید به شاعرها بر بخوره، ولی یه بار دیگه میگم، من باور دارم اگه 6 ماه شاعرها بگن شعر نگید، یا هر کسی که شعر گفت برای هر یه خطی باید مثلا $100 پول بریزه توی صندوق مبارزه هر چیزی که دوست داریم، اون وقت پیروز میشید. اگر قراره به یه جایی برسید، برنامه‌ای دارید، میخواین پیروز بشید، اون وقت پیروز میشید. ولی زمانی که ما مشغول کیمیاگری بودیم، غربی‌ها علم شیمی را گسترش دادند. زمانی که ما با رمل و استرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم، غربی‌ها علم نجوم را بنا نهادند.
هنگامی که به هدفمان نمیرسیم آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بدبیاری میگذاریم، ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل آن نمیپردازیم. غربی ها اطلاعات متعارف خود را روی شبکه های خبری در دسترس عموم قرار میدن، ولی ما آنها را برداشته و از همکارمان پنهان میکنیم. مرده های من را بیشتر از زنده های من احترام میگذاریم. غربی ها و بعضا دشمنان ما را بهتر از خودمان میشناسند. در ایران کوزه‌گر از کوزه شکسته همیشه آب میخورد. فکر میکنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه میکنیم برای تصمیم گیری. بعد از تمام بررسی های ممکن آخر کار استخاره میکنیم. همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است و حیات همسایه سبز. به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر میکنیم که کسی که عیب ما را میگوید بدخواه ما است. نمونش من، طرف تا یکم بد میگه عصبانی میشم، ولی زنگ بزنه به به و چه چه کنه عیباد میکنه. شما هم اینجوری. شما من اگه بهت بگم آقا من اومدم از شما سوال میکنم، شما دو تا انتخاب داری، یا زنگ نزنی در این پاسخگویی و رأی دادن و اینها شرکت نکنی، یا زنگ بزنی مثل یک انسان قرن 21 بگی که من این سوالی که شما کردید من رأی نمیدم به این دلیل به اون دلیل، من رأی میدم به این دلیل به اون دلیل. دو طرفمون اشکال داره. همیشه مرغ همسایه رو گفتم، به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را بر به درایت ترجیح میدهیم. وقتی پای استدلالمان میلنگد با فریاد میخواهیم طرف مقابل را قانع کنیم. راجع به فریاد شد، دیروز تا حالا دو تا برنامه رو که آقای عزیزان مصاحبه کرده با 4 تا فعال سیاسی و فعال اجتماعی و حقوق بشر پخش کردم. در طی پخش این برنامه ها چندین تلفن داشتیم که همه میگفتن آقا این آقای دکتر صالحی نیا چرا فریاد میزنه. گفتم والا من سالهاست ایشون رو میشناسم و صداش همیشه با فریاد و داد از دل میومده و با خودش تماس بگیرید ازش بپرسید که آقا شما که روانشناس هستی دکتر هستی چرا فریاد میزنی؟ مگه نمیگن مردم وقتی منطق داشته باشن صداشون رو بالا نمیبرن، وقتی حرف منطقی باشه عصبانی نمیشن؟ شما اگر منطق داری چرا داد میزنی، چرا فریاد میزنی؟ این سوالی که از دیروز تا حالا میتونم بگم 15-16 تا تلفن توی این دوبار که برنامهشون پخش شده. ضمناً عذر میخوام، برنامه اینها رو من فکر کردم 50 دقیقه است که 10 دقیقه هم وقت برای آگهی بذارم، نگو که 70 دقیقه بوده و ما هنوز یاد نگرفتیم که برنامه ها حتی اگر 2 ساعت هم هست ما باید به صورت 2 تا 45 دقیقه یا 48 دقیقه اجرا کنیم، وسطش هم به مردم استراحت بدیم هم بذاریم اونهایی که برنامه ها را حمایت میکنن بیان آگهیشون پخش بشه. و میبینید در تلویزیون آمریکا هر 2-3 دقیقه یه بار قطعش میکنن و آگهی نشون میدن، نه با آن شوری شور، نه به این بینمکی که مال ما میاد میشینه طرف 4 ساعت 5 ساعت. من خودم سالای 2001 6 ساعت 8 ساعت یه دفعه مینشستم و همینجوری برنامه اجرا میکردم. اون موقع جوونم بودیم، اگه آبجو هم میخواستیم بخوریم آبجوها رو هم اونجا میخوردیم و خب دیگه این حاصل اون برنامه ها این میشه که الان تلویزیون های ایرانی اوضاع و احوالش اینجوری هست. ولی خبر خوب این که فکر میکنم دیگه هم مردم یاد گرفتن چجوری تماس بگیرن، هم مجریا یاد گرفتن که قرار نیست همه من رو دوست داشته باشن، قرار نیست همه اون رو دوست داشته باشن. یه عده برنامه های من رو دوست دارن، یه عده از من متنفرن بدونی که دلیلش رو بدونن. چیزی که هست باید یاد بگیریم اگه یه برنامه رو دوست نداریم خودمون رو عذاب ندیم. این خودآزاران، خودآزاری کردن، یه کسایی هن که مثلا با سوزن دستشو زخم میکنه، خون بیاد، چاقو میزنه، از زجر کشیدن لذت میبره. من و شما با تلویزیون، با این ریموت خودمون رو زجر میدیم، میزنیم از برنامه سربی که خوشمون نمیاد، میشینیم ببینیم امشب این چی میگه که من باهاش مخالفم، ولی نمیریم با اونی که همراهش هستیم، با تیمسار عقاب. این عقاب والا بال پرش ریخته. عقابی که من میبینم فکر نمی کنم قدرت پرواز داشته باشه. حالا امیدوارم که من اشتباه کنم و این تیمسار عقاب شما رو ببره به اون
چی میگفتن؟ برج فلک الافلاک میگفتن. من توی خرم‌آباد سربازی کردم، یه برجی اونجا بود، اسمش یادم رفته الان، یکی از برجای مهم و تاریخی بود، فکر کنم فلک الافلاک بود، دقیقا نمیدونم. تاریخمون خوب نیست، جغرافیمون خوب نیست، تا اومدیم یاد بگیریم در به در شدیم، حالا تاریخ جغرافی آمریکا و اروپا و اینها رو باید یاد بگیریم. بله، خب به هنگام مدیریت رو گفتم، استدلالمون که لنگ میزنه فریاد میزنیم، میخوایم با داد و بیداد طرف مقابل رو قانع کنیم. در قالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند، بترسند، به جای اینکه با آنها احترام بگذارند. اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت. اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح میدهیم. میدونید توی استخداما معمولا با رابطه طرف استخدام میشه، نه با ضابطه و شرایطی که این صلاحیت داره. خب همینجوری دیگه روی انتخابات هم اثر میذاره، روی پستای دولتی هم اثر میذاره. خداییش خودتونو بذارید جای مثلا شهردار شیراز، بذارید جای شهردار تهران، پسر عمتون بیکاره یا میشناسینش، برادرتون بیکاره میشناسین، چون اینجا هم حقوق خوب ریختن، خب نمیارید اونا رو. همین اشکال کار میشه. البته تو آمریکا هم هست، کشورهای دیگه هم هست، ولی اینجا یه مقداری اقلا رعایت میکنن. اگه میخوان کسی رو بیارن برای شهرداری، برای قسمت اون ساختمان و فلان و بیساش، اقلا طرف مهندس ساختمان باشه، وارد باشه، 4 تا بیزینس انجام داده باشه. ولی ما این کارو خیلی بی‌پروا میگیم، آقا حالا که اسب زیر پای من هست، من میتازم و هیچ کسی هم نمیتونه جلودار من باشه. اینم از این ماجرا. خب روز شنبه یه برنامه هست توی تلویزیون مردم که برای افراد نابینا، ناشنوا، اونایی که لال هستن نمیتونن صحبت کنن، اون کسی که مسئول این برنامه است، آقای سفر دادور و دوستان و همکارانش در تلاش هستن که این برنامه رو همزمان از تلویزیون آپادانا هم پخش کنن. از من خواستن که با تلویزیون آپادانا صحبت کنم در مورد شرایطش، نرخش، کی هست اونجا کی نیست. من گفتم که بذارید این مسائل رو از هر کسی از طریق خودش عمل کنه و خودتون مستقیما تماس بگیرید با تلویزیون آپادانا در مورد ساعتش، چون من نمیدونم مثلا ساعت 4 بعد از ظهر میشه 1 بعد از ظهر، 1 بعد از ظهر شنبه، آیا اینا ساعت کارشون هست نیست. در هر صورت اگر قرار شد که از 2 تا تلویزیون پخش بشه، 1 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا و 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا شنبه، این دوستانی که هدفشون کمک به معلولین هست در خدمت شما خواهند بود. شما هم اگه مایل هستید، مایل بودید، اینها رو کمک کنید. میگه شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است یا بگرفتن دست ناتوانی است. حالا دیگه خودتون، وجدان خودتون، و ببینید میتونید با اینها کمک کنید، کار کنید، یا اینکه میشینید نگاه میکنید و میگید ای بابا اون داره کمک میکنه دیگه، از طرف ما هم وکیله. اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح میدهیم. تنبیه برای من راحت تر از تشویق است. غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانی ها موقعیت بهتری دارند. اول ساختمان را میسازیم، بعد برای لوله کشی، کابل کشی و غیره صدها جای آن را خراب میکنیم. وعد دادن و عمل نکردن به آن یک عادت عمومی برای ما همه شده است. قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم. شانس و سرنوشت را برتر یا بالاتر از اراده و خواست خود می دانیم. پایینش نوشته ای کاش هموطنان این 37 درد عظیم را چندین بار بخوانند که ملکه ذهنشان بشود و بعد انتظار داشته باشند که زندگی بهتری داشته و در دنیا پیشرفت داشته باشند. من یه دوستی دارم تو آلمان، داریوش، برنامه‌های رادیویی داره اونجا یا داشت، فعلا نداره. این رو که براش فرستادم یا اون برای من فرستاد و در تماس بودیم، نه، این رو تیمسار آریانپور برای همه فرستاده. بعد بهش گفتم که داریوش جان، من از بالا که خوندم اومدم پایین، دیدم این 37 درد رو دارم و واقعا دردم تازه شد. اون نوشت تو نوشتنم شما میتونی بخندی، علامت خنده میذاری، نوشت گفت که من اگر دقیق توجه کنم فکر کنم 37,000 تا درد داشته باشم، تو شانس آوردی که فقط 37 تا داری. خب صادق هدایت گفته که
در زندگی دردهایی است که روح انسان را در درون مثل خوره می‌خورند و می‌زدایند. این دردها را نمی‌شود به کسی گفت و نمی‌توان جایی بیان کرد. احمد شاملو فکر کنم در سفری که اومد بود آمریکا یک نمی‌دونم این مال خودش بود نوشته یا از کسی نقل قول می‌کرد، میگه یه چیزی توی دلم هست که اگر بگم زبانم میسوزه و اگر نگم جان و مغز و استخوانم میسوزه. اینو اگه کسی میدونه که این یه نوشته است یا یه شعر است برای من بفرسته ممنون میشم، چون من اون ویدیوش رو دیدم. خب بذار ببینیم که این دوستمون سعید عزیز چی میگه. بله، آها، مرسی. این دوستمون میگه که به دوستان بگید که مردم tv.com میتونن از طریق اینترنت ببینن. چشم، من فکر میکنم اگر کسی ما رو دنبال کنه و اینها، حتی بعد از این ماجراها هم میتونه بره بزنه سوربی روی گوگل. اصلا گوگل دیگه یه دنیای شده دیگه، اگر کسی بخواد بره خودش هم قایم کنه نمیتونه. من و دوستان دیگه که مجری تلویزیون هستین، ما دوست داشتیم همیشه بیایم جلو توی این قوطی‌های شیشه‌ای بشینیم و خبر نداشتیم که ملت میان سنگ میزنن. در هر صورت ممنونم. نوشته که صدا و تصویر خوبه، هم از آپادانا هم از مردم تیوی. هفته گذشته اون اشکالی که پیش اومد و برنامه به موقع اجرا نشد، دلیلش این بود که دوستان در تلویزیون آپادانا یه سری کامپیوترهای جدید گرفتن و خوشحالیم که این وسائل جدید باعث میشه که صدا و تصویر بهتر و بهتر بشه. دوستان عزیز اجازه بدید ضمن این که ما این معایب رو میگیم، این رو هم بذارید ببینم کجا نوشتم که یک کمتر از یک دقیقه، بله اینجاست. حالا حتما میگین کمتر از یک دقیقه یعنی چی؟ بذارید من اینو تصویر رو بیارم یه جایی که اگر کسی هم تلفن میزنه ما کاری به کار اونها نداشته باشیم. خب این رو میاریم اینجا. عذر میخوام که این حاضر نیست، من باید این عکس رو میگرفتم و حاضر میکردم که شما که الان میای دیگه نخوای منتظر این وقت تلف کردن باشی. ولی خب اب نداره، حالا ما مثلا این جنبشمون یا انقلابمون 5 دقیقه هم دیرتر به خاطر این تنبلی سربی اجرا بشه. بذارید من یه چی بهتون نشون بدم و ببینید که مشکل کار کجاست. این دوست عزیزمون که دیشب من اشتباه کردم چون این رو برای من فرستاده بود، ببینید یه وبسایتی هست به نام بالاترین. ما برنامه‌مون رو وقتی روی تلویزیون مردم میذاریم، وقتی روی آرشیو خودمون میذاریم، بعد روی بالاترین هم هر وقت که یادمون باشه، مثلا من اون روز رفته بودم اونجا، بعد یادم رفته بود تو آرشیو خودمون بذاریم، اونجا میذاریم. ولی بیاین شما نگاه کنید ببینید نوشته که توسط من این برنامه گذاشته شد، بعد نوشته فرستاده شده کمتر از 1 دقیقه قبل. این دوست ما عکس اون صفحه رو گرفته و نوشته که برای من خیلی جالبه که اینها کمتر از 1 دقیقه قبل شما این رو نصب کردی اینجا و یه برنامه 180 دقیقه ای رو طرف رفته بدون اینکه نگاه کنه اومده به خودش اجازه داده قضاوت کنه. حالا بیان قضاوتش هم بخونیم، این جالبه، قضاوتش رو بخونیم و والا نمیدونم میخواییم بخندیم میخواییم گریه کنیم. این پایینه، حالا من نمیدونم باز شما میبینید یا نه. نوشته که این آخه این سربی چه کاره است؟ جامعه شناس، سیاستمدار، حقوقدان، هیچ کدام. این یه معلم رسم فنی بازنشست و بی سواد که در همه چیز اظهار نظرهای سطحی و ابتدایی میکند. متاسفم که بازار منبر هنوز گرم است. عزیزم ما کمتر از 1 دقیقه اینو نصب کرده بودیم اینجا، ایشون همون توی 1 دقیقه اومده اینو دیده و رفته و این تنها نبوده، 5-6 نفر دیگه هم اومدن نظر دادن. من گفتم والا حالا خلخالی مرد و گور به گور شد رفت، ولی باز صد رحمت به اون قضاوتایی که خلخالی میکرد. شما که اگر اینجوری باشه طرف از دم در که میاد تو از قیافش خوشت نمیاد، میخوای بزنی داغونش کنی، میخوای بزنی بکشیش. پس چه فرقی کرد شما با اون آقا؟ چه فرقی کرد؟ فقط من و شما ناراحتیم که چرا قدرت دست ما نیست. این
دوستی که اینو فرستاده بود بعدم من براش نوشتم که خب شما بنویس ببینیم که دیگران که مجری برنامه هستن حتی در آمریکا اینها چه کاره بودن، چه دانشی دارن، چه کار کردن. بعد بنده بازنشست نشدم، بنده همه الانم باید کار کنم، هر روزی کار نکنم فردا محتاج نون شب هستم. و معلم رسم فنی بودن افتخار داره، البته من معلم رسم فنی، درس فنی، حساب فنی و فیزیک بودم، ولی افتخار داره، چه اشکالی داره معلم رسم فنی بودن؟ بعد من با 120 دانش آموزی که کلاس 12 بودن تو 3 تا کلاس A, B, C دو روز 40 نفر، دو روز 40 نفر دیگه، دو روز 40 نفر دیگه درس میدادم. 48 ساعت، 24 ساعتش معمولی بود، 24 ساعتش اضافه کار بود و حقوق خوبی هم داشتم. بعد وقتی یکی میگه فلانی چه کار است، میاد میگه خودم چه کار هستم و من که امروز دارم مثلا اظهار نظر میکنم، دانشم اینه، دکترا دارم از سوربن، دکترا دارم مثلا از ییل، دارم از هاوارد یونیورسیتی فلان بیسار اینا، یا هاروارد هرچی. ما اشکالمون همینه. اونم بنده خدا آقای صادق هدایت خودکشی میکنه، من میگم این خوب که خودشو کشت تو زمان شاه، اگه تو زمان آخوندا بود چی کار میکرد؟ لابد به جای خودکشی اونجوری راحت روی تخت و توی آپارتمانش تو فرانسه خودسوزی میکرد، یه کاری میکرد، هم از دست آخوندا هم از دست دوستانی مثل من و شما. اگه این آقایی که شما گفتید همون آقای نوره، من نمیدونم واقعا با چه روی اینها دوباره زنگ میزنن. بعد از اینکه اون شب بهش میگم آقا شما یه بار بیشتر نمیتونی تماس بگیری، بعد به من زنگ زد و گفت، فوش داد، گفت که برو بد بهایی. گفتم خب خدا رو شکر فعلا من بهایی بد هستم، امیدوارم یه روزی بهایی خوب بشم. و واقعا این دوستانی که مثل این آقای نور هستن یا دو سه نفر دیگه، حالا اسمشون رو نبریم که اونها هم فرصتی پیدا کنه این ور و بر صحبت کنن، یه سری بیننده هستن که کارشون تماس گرفتن با رادیو تلویزیون ها هست. حالا یه سری از اینها میان نظرشون رو میگن و برنامه ها هم برای همینه. یه سری نمیدونم توی شیراز اینجوری بود، وقتی دو نفر دعواشون میشد یا صداشون بلند میشد، بچه های تخس اینجوری میکردن با ناخوناشون میزدن به همدیگه، یعنی دعوا 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 بشه ما بشینیم نگاه کنیم. زنگ بزنید بگید اینم تو تهران و جای دیگه بوده یا نه. این بینندگانی که از این تلویزیون به اون تلویزیون زنگ میزنن، به اون تلویزیون زنگ میزنن، درست منو یاد هم بچه ها میندازن که اینجوری میکردن. بعضی وقتا برای که تخسیشون رو کسی نبینه، این ناخونا رو میبردن زیر تخت میزدن، یعنی با اون سحر و جادوی خودشون ادامه میدادن، ولی زیر نیمکت، ببخشید گفتم زیر تخت، زیر نیمکت یا زیر میز، هرچی چی بود، کت بود و نیمکت، میز و صندلی. در هر صورت این ماجرا واقعا دیگه خیلی بد شده، بعضی جاها از دست در رفته. دیروز یکی از دوستان به من زنگ زد، گفت آقای فلانی درباره شما اینو گفته. گفتم بسیار درست گفته. گفت من میدونم درست نگفته، شما چرا میگی درست گفته؟ گفتم آها، من همینجا میخوام یقه شما رو بچسبم. شما میدونی درست نگفته، درسته؟ گاره. گفتم چه کار کردی؟ گفت هیچی. گفتم خب میخوای من چه کار کنم؟ یا اون درست گفته، برو ببین باید چه کار کنی، ازش بگو اوکی پرسیدی، حالا سوربی بده، دزده، بدقوله، چه کار کنیم؟ برو باهاش همراه شو، یا به خودش زنگ بزن بگو آقا این که گفتی اینجوری نیست، که صدای شما برعکس صدای اون، همونجوری که به این دوستمون گفتم اگه اون منفیه شما مثبتش کنی. مثبت عزیز روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما. مرسی عزیزم، بفرمایید. شاد و شنگول باشید. مرسی. صدا آشناس، آقای بهمن بهشت. بله. هر چی دلت میخواد به من بگو. من چی بهت بگم؟ نه اون زمان کار کردم نه این زمان. خب اولا خیلی خوشحالم که شما زنگ زدی. من امروز با آقای بهمن بیگ قول دادم که درباره انتخابات صحبت کنم و خوشحالم که ایشون زنگ زد یادآوری کنه درباره اون نوشته‌ای که آقای بنی صدر نوشته. من برای ایشون نوشتم که آقای بیگ عزیز، خیلی جالبه که آقای بنی صدر وقتی تو همین رژیم بوده رای گیری رو قبول داشته، حتی آقای خمینی بهش میگه معاونت آقای خامنه‌ای باشه قبول داشته، ولی حالا اومده بیرون
کسی که اصلا پایه و اساس جمهوری اسلامی رو گذاشته حالا اومده بیرون میگه رأی‌گیری اینها قلابیه. آقای بیگ هم گفت آقا واقعا درست گفتی. گفتم حالا امشب در این مورد صحبت میکنیم. آقای بیگ شما رأی میدید؟ اگر رأی میدید برای چی رأی میدید؟ رأی نمیدید؟ اگر رأی نمیدید برای چی رأی نمیدید؟ من ساکت میشم شما بفرمایید. من رأی به این نمیدم که اینا از زمان آغازی که اومدن میشنوید؟ بله بله. الان اینا که اومدن دست به کشتار مردم زدن، از همون نخستش اینا کارشون نادرست بوده و همیشه هر کاری که کردن خودشون انتخاب کردن. اینا هم بدبختانه میبینید دیگه چه اوضاعی هست، یه سازمانی یه چیزی نیست جمع بشن بتونن کاری بکنن. بنابراین چه بدید چه یعنی دادن که نادرسته. ای کاش مردم میتونستن نرن. من میدونم که در ایرانم خب مردم گرفتارن، همه زندگیشون دست این هاست، آدم نمیتونه فرمول بپیچه. یه فرمول من میتونم برای خودم بپیچم به عنوان یک انسان آزاده، من رأی نمیدم برای اینها حکومتشون دینی اسلامی خودشون انتخاب میکنن. حالا به خاطر این که دنیا میگه نمیدونم رأی بدید اینا دارن یه کارایی میکنن دیگه، رأی دادن ندادن اینا تأثیر، ولی بهتره که مردم نرن. بله من ممنونم از شما از تماستون، و اگر گهگاهی توی نوشته ها خدای نکرده بنده کاری میکنم که شما از من دلخور بشید، همینجا در حضور دوستان از طریق این دوربین و راه دور روی ماهتو میبوسم، دستتو میفشارم و امیدوارم که در واشنگتن این دفعه ببینم. امیدوارم. و آقای سوردی شما بنده هم نیستید، بنده کلمه بدیه. شما همون منی که میگید یک انسان بنده اینه، یعنی هرچی بهش بکنه بعدش هم وقتی گرفته بگه من بنده بودم. همینا احمدی نژاد میگه من بندم، خامنه‌ای میگه من بندم، خمینی میگه من بندم. بابا این شما بنده نیستید آقای، من ناراحت میشم کسی میگه بنده. چشم، این دیگه عادته. عادته. مرسی، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. ببینید من ناراحتم نمیشم. یه راهی آدم میره بنگ بش میزنن همه کاری میکنن، بایستی رفت جلو، خیلی یاد گرفت، باید پیش رفت، برای اینکه برای خودمون نیست، برای آیندگانه. من ممنونم از شما، اوقات خوبی برات آرزو میکنم. همچنین پیوسته دلت شاد و لبت خندان باش. شما هم همینطور. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. دوستان عزیز اجازه بدید ما بریم سراغ آگهی ها و بدقولی نکنیم به تلویزیون آپادانا، چون بهشون گفتم 8:55 دقیقه. همینجا تشکر میکنم از تلویزیون آپادانا، اگر شنبه در تلویزیون آپادانا و مردم تیوی بودیم با هم میبینیم و این حسن همکاری رو باز بیشتر و بیشتر و بیشتر ادامه میدیم، اگر نبودیم که هر کسی راه خودش رو انجام میده. امیدوارم هر کسی در هر کاری که انجام میده موفق باشه. پس بریم با هم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم، قسمت دوم برنامه رو در خدمت شما خواهم بود. مرسی که با ما هستید. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان، دوره‌های تدریس از دکتر تورج دریایی، هر جمعه از مردم tv.com. از یک طرف این مطالعات به پیش رفت و از طرف دیگر گروهی سعی در سوء استفاده از این مطالعات کردند که منجر به عواقب ناگوار اوایل قرن بیستم شد. با دکتر تورج دریایی، گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان، آغاز جمعه 9 مارچ 5 بعد از ظهر به زمان شرق آمریکا. تخم مرغ‌های جادویی نوروز بدون نیاز به رنگ و نقاشی، زیبا و آسان. فقط کافی است که روکش‌های جادویی را روی تخم مرغ‌ها بکشید و با آرامی آب جوش روی آنها بریزید. سبزی عید، تنگ ماهی، لاله‌زار، مینیاتور و اشعار حافظ، همه و همه با 12 طرح مختلف در یک بسته. تخم مرغ‌های جادویی نوروز را از کلیه سوپرمارکت‌های معتبر تهیه نمایید. برای سفارش و اطلاعات بیشتر به سایت nowruzegg.com مراجعه و یا با تلفن 718-660-2201 تماس بگیرید. تخم مرغ‌های جادویی نوروز.
فرزاد شبستری 202-437-2600 مسئول فروش و خرید املاک مسکونی و تجاری در امریکا، بلخص ایالات ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی. فرزاد شبستری 202-437-2600 مطلع، مطمئن و مسلط، نامی که میشناسید و به آن اعتماد و اطمینان دارید. فرزاد شبستری در زمان فروش منزلتان در اسرع وقت و با بالاترین قیمت فروش، حتما همین امروز با فرزاد شبستری 202-437-2600 مسئول فروش و خرید املاک مسکونی و تجاری تماس بگیرید. کتاب داون لکندل یا شم یگانه نگارش هموطن ما سید اسحاق رها می باشد که با زبان انگلیسی طبع گردیده و شامل داستان واقعی که از آلام و بدبختی های میهن بی امان ما حکایت می کند، حالا در شرکت چاپ کتاب xlibris.com و شبکه های اینترنت امازون و barnesandnoble.com موجود است. از تمام افغانان محترم به خصوص نسل جوان توقع می رود این کتاب را که بیانگر حالات ناگوار در افغانستان و ایران ماست مطالعه نمایند، تا بتوانیم با اتحاد راسخ کشتی شکسته ملت عذاب کشیده ما را از خشم این طوفان کشنده به ساحل نجات متواصل سازیم. برای اطلاعات مزید و سفارش کتاب لطفاً با تلفن های زل تماس حاصل فرمایید. کتاب دبیرستان البرز و شبان روزی آن به کوشش میر اسدالله موسوی ماکویی در 880 صفحه. هدیه جاودانه تقدیم به شما، اقوام و دوستان شما که در این مجموعه تحصیل کردند. تاریخ به وجود آمدن دبیرستان البرز با عکس‌های منحصر به فرد از بنیانگذاران، دبیران، کادر آموزشی و عکس‌های دست جمعی از فارغ التحصیلان دبیرستان البرز. اسامی کامل فارغ التحصیلان دبیرستان البرز و شبان روزی آن از تأسیس سال 1324 تا 1376 هجری شمسی برابر با 1945 تا 1997 میلادی. بهترین هدیه برای شما و دوستان البرزی. جهت سفارش و دریافت کتاب دبیرستان البرز لطفاً با شماره تلفن 240-274-0916 و یا با ایمیل albors.kitab@yahoo.com تماس حاصل نمایید. پیش به سوی آزادی. پس از ایجاد جبهه آزادی خواهان ایران، شماری از هممیهنان در کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا به ما پیوستند. بدین جهت از شما دعوت می‌کنیم تا شما هم به مانند دیگر آزاداندیشان به جبهه آزادی خواهان پیوسته که بتوانیم جنبش آزادی خواهان را سازماندهی کرده تا تمام ایرانیان به حق مسلم خود، یعنی نان، مسکن، تحصیلات، آزادی برسند. ویژگی های جبهه آزادی خواهان ایران: 1. نوع حکومت را به مردم واگذار می کند. 2. شیوه مبارزه بر اساس شرایط موجود تعیین می شود. 3. از برخورد به گذشته افراد، احزاب و گروه ها پرهیز می کند. پاینده ایران، نابود باد استبداد به هر شکلش. پیش به سوی آزادی. زعفران گریل، یادآور خوراک‌های خوشمزه ایران.
صرف غذاهای مورد علاقه در محیطی بسیار زیبا و دلنشین. پخت و پز و پذیرایی را به زعفران گریل بسپارید و شما اوقات را با دوستان و مهمانان خود سپری کنید. کیترینگ با قیمتی ارزان و کیفیتی عالی برای مهمانی های کوچک و بزرگ شما پذیرفته می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 703-421-2080 تماس حاصل فرمایید. خب دوستان عزیز، زن و مرد مساوی هستند و شما سعی کنید که از خانه خودتون رعایت کنید تا برسه به اون بالاها. ضمناً جای آگهی شما در تلویزیون مردم خالیه، ما از تلویزیون آپادانا آمدیم بیرون و در این اتاق چی میگن جمع و جور با شما هستیم. اونها برنامه های خودشون رو دنبال میکنن و ما هم برنامه های خودمون، ضمن اینکه تشکر میکنیم از اینکه این همکاری رو میتونیم اینجا از فاصله چقدر 2000 مایل تا 3000 کیلومتری به اصطلاح انجام بدیم. ممنونم از 6 تا پیغام گذاشتن. یکی از دوستان پیامش رو داشتم گوش میدادم، خودش زنگ زد گفتم دارم الان پیامتون رو گوش میدم. ایشون گفته بود که در هفته پیش، میدونید که سالگرد یکی از دانشگاه‌های معتبر روسیه بوده، بعد راشن تی وی آر تی یه برنامه رو گذاشت توی اون، گفت که آقای خامنه‌ای، شاوز و آقای محمود عباس و چند تا از رهبرهای دنیا از اونجا فارغ التحصیل شدن. نکته مهم و جالب و سوال برانگیز این بود که چرا آقای خامنه‌ای اگر اونجا روسیه بوده و درس خونده و فارغ التحصیل شده، چرا توی وبسایتش یا توی زندگی نامش هیچ جا ننوشته؟ و این سر و صدایی به پا کرد و خب حاصل این سر و صداها ما نمیدونیم چیه، هیچ، دو روز دیگه بعدش میگذره و تموم میشه میره. ضمناً یکی از دوستان اون شعری رو که من گفتم نمیدونم مال احمد شاملو بود یا به اصطلاح از کسی دیگه‌ای گفته بود، این رو این دوست عزیزمون گذاشت خونده، بذار با صدای خودش پخش کنیم که تشکری بشه ازش. بله آقای سوربی، من میخواستم این شعر رو براتون بگم، تصدیق کنم من بودیم که بهتون بگیم. میگه که مرا دردیست اندر دل، اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. اسم منم فرزاده. خیلی ممنون. خب ممنونم از دوست خوبمون فرزاد. ما دوستای زیادی داریم اسمشون فرزاده. آقای فرزاد شبستری امروز آخرین چهارشنبه ماه رو برنامه داشت که در پلیلیست میذاریم، روی آرشیو هم هست. آقای فضائل عزیزان که بهش میگیم فرزاد، و آقای فرزاد یزدانی که کم کم باید بهش بگم آقای فرزاد بدقول، چون چندین بار قول داده که بیا تو، احتمالاً برنامه اینم با شما داشته باشه ولی بدقولی کرده. ایشون هم فرزاد هست. ممنونم از فرزاد عزیز که گفت مرا دردی است اندر دل، اگر گویم زبان سوزد، اگر چی، اگر پنهان کنم مغز استخوان سوزد. واقعا بعضی وقتا اینها حال مردم رو دارن میگن. خب بذارید ببینیم که وقت خوش. آقای سوربی، در مورد ناخن زدن در تهران برای دعوا انداختن بین دو نفر ناخن‌های شست را به هم می‌زدن. مرسی، ممنونم. یکی از محاسن این برنامه اینه که ما مردم رو درگیر میکنیم، نه درگیر مشکلات و مسائل و بهشون میگیم برید بجنگید، ما اینجا هستیم، برین قطیای رأی انتخابات، درگیر میکنیم که بیان اینجا رو از خودشون بدونن، اون یکی زنگ بزنه پیغام بذاره شعری رو که من بلد نیستم بخونه، این یکی زنگ بزنه بگه آقا ما تو تهرونم همینجوری داشتیم، چیزی که از شما شیرازی ها لابا دیگه خیلی شفتش میدادین، ما یواشکی اینجوری میزدیم. ممنونم. در اصل اسمتون رو نمیتونم. آها، مهیار. اوکی، مرسی. بله بله.
آها آها مهیار، اوکی مرسی، خیلی ممنون. و بله پس این یک چیزایی هست که همه جا به یه جوری رسم و رسوماتی هست که شریک هستیم و سهیم هستیم و انجام میدیم. امشب داریم درباره این که رأی بدیم یا ندیم. ما که تو آمریکا هستیم که اینجا اون روز هم آقای اجلالی گفتن چون مخارج زیاده برای نماینده مجلس و اینها، دیگه شما نخودی هستین، رأیتون احتیاج نیست و فقط برای رأی رئیس جمهور صندوق میذارن و حاضرن بابتش خرج کنن. یعنی عملا اونایی که خارج از ایران هستن نمیتونن برای رأی گیری مجلس شرکت کنن. ولی اینو آمریکایی‌ها این نو سوالا رو دارن، اگر میتونستید شرکت کنید، اگر اصلا با ماشین میومدن میبردنتون، یه نهارم بهتون میدادن، من فکر کنم اگه نهار بهمون میدادن نصفمون رأی میدادیم. anyway اگر میومدن میبردنتون، همه امکانات بود، بارون نبود، فلان بود، اینها، رأی میدادین یا نمیدادین؟ خیلی ساده، مثل آقای بهمن بیگ بیا بگو نه، چون از روز اولی که اینا آمدن زدن و کشتن و دروغ گفتن و رأیشون قلابی، من رأی نمیدم. مثل من بگو اصلا من چون ایرانو ول کردم اومدم، من به خودم اجازه نمیدم دخالت کنم. رأی که میدی یعنی چی؟ یعنی من میخوام رأی بدم به این آدم بیاد سرنوشت من و بچه‌هامو تعیین کنه. من به خودم اجازه نمیدم برای کسی که اونجاست من سرنوشت تعیین کنم. من تا دیدم مشکل در رفتم، اون بیچاره اونجا مونده با همه مشکلات. حالا تازه ما چقدر لطف کردیم، نفری $10 دادیم، یه تلویزیون راه انداختیم، از اینجا میگیم که مردم برین صندوقا رو بریزید به هم. آقا بشین بیا عکستو نشون بده من ببینم شما کی هستی، آخرین بار کی رفتی ایران حقوقتو گرفتی اومدی. هی داده میدم. خب اگر گفتیم، میدونید که بعضی وقتا میگن مثلا رنگ چشم، آدمایی که رنگ چشمشون اینجوریه اینجوری، آدمایی که رنگ پوستشون اینجوری اینجوری، اگر گفتین موی زنها چه رنگیش هست که نشون میده زن وفادارترینه. سوربی هستم دوست عزیز، شما بفرمایید. سلام آقای سوربی، من بهدین هستم، خسته نباشید. سلام عزیزم، احوال شما؟ زنده باشید. آقا شما که اینقدر قشنگ رعایت میکنی، میارمت رو خط، صحبت نمی کنی، متوجه هستی؟ این یک کلاسی بذار برای بیننده های دیگه که زنگ که میزنن متوجه نیستن با مان با کیان، یا باید بهشون بگیم بیشتر زنگ بزنن که بشه کار نیکو کردن از پر کردن است. ولی شرمنده، من خودم شاگرد کلاس اکابرم دیگه، نمیدونم. خب من ساکت میشم، شما دوست عزیز بفرمایید. خواهش میکنم. این در مورد انتخابات مجلس که خارج از ایران برگزار نمیشه، علتش مسئله هزینه نیست، علتش این اتفاقا حاضر اینا هزینه بکنن که بگن ملت شرکت میکنن. علتی که برگزار نمیشه اینه که انتخاب مجلس چون مربوط به هر شهره و شما که اینجا هستی توی شهر ایران نیستی، نمیتونی برای نماینده ایران شهر انتخاب کنی. اونه که توی جمهور نماینده همه هست، ولی نماینده شهر مال مردم همون شهره. شما که اینجا هستی مردم مال تهرانی، مال شیراز، کجایی، بخاطر این برگزار نمیشه. بسیار عالی. ولی توی چیز، ولی انتخابات ریاست جمهوری به خاطر این که یه نفر میاد که هر برای همه مملکت هست، به خاطر این خارج از کشورم برگزار میشه. ممنونم از توضیحت، مرسی. انتخابات محلی مثل مجلس، مثل شورای شهر، اینا فقط تو همون شهر برگزار. خب حالا بگو ببینیم، اگر اینجا میشد شما رأی بدی، یا الان اگه رفته بودی ایران همه وسایل و امکانات بود، آیا شما رأی میدادی یا رأی نمیدادی؟ والا نمیدونم. مرسی عزیزم، فکرش بکن تا جمعه بهم خبر بده. بعضی موقع علتی که نمیدونم این که بعضی موقع آدم مجبوره که بد رأی بده که بدتر رأی نیاره. آها، بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنی. یعنی حداقل اون که کمتر بده اگه انتخاب بشه شاید بهتر باشه، نمیدونم. بله من ممنونم از شما. اینا بالاخره این نازی رأی میارن و میرن تو. حالا یه سوالی، آیا اینی که بعضیا میگن اگه کسی نره رأی بده مثلا کارتشو مهر نمیزنن یا شناس، اینا هست دیگه تو ایران از این اوضاع و احوال، یا مردم بعضیا خودشونو میترسن؟ مثلا مهر میزنن، ولی من تا حالا هیچ وقت، حالا آدم نبود بی انصافی کنه، من تا حالا ندیدم کسی به خاطر مهری که تو شناسنامه‌ش براش مشکلی پیش بیاد. آها،
خب خیلی ممنونم از تماس دادید. بده بیاد بگه ولی من نشندم تا حالا کسی بگه من رفتم فلان کار رو بکنم، گفتن چون مهر انتخابات نداری، رفتم استخدام بشم چون گفتن مهر انتخابات نداری نمیشه. من نشندم، اگه کسی شنه بیاد. بله مرسی، خواهش میکنم، شبتون بخیر. شب خوش. خب این دوستمون نوشته که دو تا موضوع، تو ایشوز نوشته که یکی به شما زنگ زد و ضد و نقیض راست راستی بود، چون توی یک جمله هم شما را معلم خطاب کرد هم بی سواد. بعد نوشته که سوربی داداش من از یک شهری به من زنگ زده، برنامه شما را دیده، خیلی خوشش آمده، ازش پرسیدم که چه چیزیش خوبه، گفت این مثل بقیه نیست، هر چی میگه تازه است. گفتم برو اینترنت دنباله برنامه رو نگاه کن، گفت منزل مادر خانم هم هستم و یه باکسی داره که مردم تیوی رو میگیره، نمیدونم اسمش چیه. نگفتم سوربی هوای تازه‌ای هست در صورت آها مرسی، من بیشتر کانین ها رو در این وقت بالا پایین کردم، هیچ کدام به جذابیت برنامه شما نیست، بیشتر همون قیافه ها و همون حرف های تکراری. این را بدون تعارف میگم، موفق باشید، یکی به شما زنگ زد. مرسی، من ممنونم از شما. دوستانی مثل شما هستن که ما رو به اصطلاح مجبور میکنن با شماها جلو بیان. اونایی رو که شما فکر میکنید تکراری شدن، برای که اونها موندن در جا زدن. عزیز سوربی هستم، بفرمایید. با پوزش رای بدی ندی هیچ مشکلی توی شناسنامه و مسائل بعدی برات پیش نمیاد. آه. برای کسی پیش نمیاد. البته منظور شما رای بود دیگه، نه؟ بله بله. مرسی. مرسی. ممنونم. ممنونم این دوستمو. بله. خیلی ممنون. ایشون میگه اگر رای بدید یا رای ندید، دنباله حرف قبلی رو تایید میکنن که هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد. این رو که به شوخی من عرض کردم، یه تبلیغی بود در رابطه رای دادن در آمریکا. آقایان ماز جبرانی و چند تا هنرپیشه دیگه این برنامه رو درست کرده بودن، این ویدیو رو برای جامعه ایرانی که سهیم و شریک باشن در رای گیری یا رای دادن در آمریکا. و آقای اسلام شمس که کمدین هست، از اون برنامه‌ش رو اینجوری شروع میکرد، میگفت که برین بدین، دادن خوبه، و میگفت البته من منظورم رأیه. سوربی هستم، دوست عزیز شما بفرمایید. آقای سوربی برنامه که پخش نمیشه؟ چرا قربان، برنامه از تلویزیون آپادانا پخش نمیشه، ولی از تلویزیون مردم پخش میشه. شما هم رو ایر هستید، اگه نمیخواین بعدن زنگ بزنید. شما راجع مسئله صحبت کردی؟ بله عزیزم، من بر راجع به آقای خامنه ای و اینو تو برنامه آقای دکتر عقیلی پور و آقای احمدیان هم صحبت کردیم، توی برنامه خودم هم اون فیلم رو من نشون دادم قبلا. پس حالا من اما با آپادانا موجود شما بودم، الان چه بود بکنم؟ آره من تو آپادانا از 8 تا از 5 تا 6 هستم، بعدش دیگه میایم روی جی ال ویز، روی تی وی باکس، روی اینترنت هستیم. متاسفانه پول نداریم که بتونیم 2 ساعت اونجا باشیم. پس با الان پس من باید سرایی که فرش شده شما هم نداشتم، نمیتونید دوباره توضیح بدید؟ آها توضیحش اینه که این مدرسه اصلا وقتی باز شده یا دانشگاه، هدفشون این بوده که افرادی رو از کشورهای دیگه بیارن و در رشته های سیاست و اینها درس بدن و هیچ چیز به خصوصی توش نیست. تنها ایرادی که داره اینه که البته حالا بعضی هم فکر کنن چون این دانشگاه توی روسیه بوده حتما درس های کمونیستی میداده و اینها، اصلا به این صورت نیست. مشکلی که هست یا چیزی که خامنه ای رو زیر سوال میبره اینه که چرا در زندگی نامش، حتی روی وبسایتش، از اینکه از کجا فارغ التحصیل شده و کجا بوده چیزی ننوشته. و متاسفانه این 2-3 روز هم صحبت شد، بعد دیگه ول شد، هیچ خبری نشد که کسی بره دنبالش رو بیاره، یه خبرنگاری بره مصاحبه کنه، بگه آقا شما ولی فقیه این مملکتی، شما رئیس جمهور بودی، توی زندگی نامت یه دفعه نمیشه مثلا 2 سال 3 سال 4 سال غیب شده باشی. که البته اگه اینا هستن میگن غیب شدیم رفتیم پهلو امام زمان و آمدیم. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. بله این همون دوستی بود که پیام گذاشته بود در رابطه با اون ویدیویی که از تلویزیون آرتی دیده بودن و توی اون برنامه هست، اصلا روی وبسایت هست، شما برید بزنید اون، حتی با فارسی هم بزنید خامنه ای و روسیه،
براتون اون ویدیو رو میاره و میتونید نگاه کنید و ببینید. خب در رابطه با تلویزیون مرکزی و آقای مقدم گفتم، ولی جا داره که از آقای محمد ابوالفضلی تشکر کنم که این آقای محمد ابوالفضلی همون جوری که قدیما کشتیگیر بوده، حالا دیگه کشتی نمیگیره ولی ماشاءالله همیشه گود شیپ و اینها هست، اون مرام دوستی و معرفت رو داره. من سالهای سال، من ایشون رو میتونم بگم 12 سال 13 سال میشناسم، از سال چقدر 2000 و اینها، و همیشه به اصطلاح دیدم لطف و محبتشون بین برنامه ها، بین مجریان برنامه، بین تلویزیون های مختلف اگر مسئله و درگیری پیش میاد پادرمیونی میکنه و ریش سفیدی میکنه، ریش نداره ولی ریش سفیدی میکنه و به اصطلاح اونها را آشتی میده. من از هیچ کس قهر نبودم، ولی من همونجوری که تو برنامه گفتم انتظار نداشتم که آقای سعید مقدم مثلا تلفن رو باز کنه و اجازه بده هر کسی بدون اینکه مردم ببیننش بشناسن درباره یکی دیگه صحبت کنه. من بارها، برید نگاه کنید برنامه‌امو، برید آرشیو رو نگاه کنید، بارها گفتم اگه کسی میخواد بیاد درباره یکی صحبت کنه ما باید اون شخص رو داشته باشیم. من هفته پیش با آقای فخرآور داشتم صحبت میکردم، ایشون هنوز از من ناراحت بود به خاطر که من با یه شخصی توی اروپا صحبت کردم. گفتم ببین عزیزم، من وقتی اون رو آوردم از طریق اسکایپ، از طریق ایمیل، تلفنش همه چی معلوم بود، ضمناً من برای شما ایمیل فرستادم که من این شخص رو میخوام بیارم و شما هم حق داری بیای از خودت، از برادرت، از خانوادت دفاع کنی، و شما جواب ندادی. کاشف به عمل اومد که ایمیلی رو که من داشتم و با ایشون در ارتباط بودم ایشون بعدن عوض کرده. خب وقتی عوض کردی من دیگه اون ایمیل جدید شما رو نداشتم، و اون رو هم باز از آقای عزیزان تشکر میکنم، با هم برنامه‌های خوبی که این روزا داره درست و اجرا میکنه، هم این که خیلی ممنون، یک بینندهی پیغام گذاشته بود نتونسته بود پیامش رو تموم کنه، ولی من فکر کنم در رابطه با آقای شایان کاویانی ایشون میخواست خبری به دست بیاره و احتمالاً از بیننده هایی هست که ما رو از تلویزیون آپادانا از ستلایت میبینه، ولی دیگه الان من این امکان رو ندارم که به ایشون جواب بدم، ولی خبری هم ندارم. خانواده شایان کاویانی پس از اون ماجرایی که ایشون ناپدید شد دیگه به اون صورت خبری ازش نیست. من هنوز یک مقاله در تلویزیون به مثلا نشریات آمریکایی ندیدم که یه جایی نوشته باشه. ضمن این که شما میبینید مثلا حتی یک مأمور آتش نشانی مال آمریکا گم شده بود، دو سه روز بعد یکی دیگر رو گرفتن یه جا، گفتن همون مأمور آتش نشانیه میخواسته بره مواد مخدر بفروشه و همون باعث کشته شدنش شده و اینها. ولی در رابطه با آقای شایان کاویانی به نظر میرسه که شکایت و اینها به جایی نرسیده. آقای عزیزان دنبال این مسئله بود، ازش سوال میکنم که ببینم به اصطلاح به کجا رسید این ماجرا و آیا هنوز در تماس هستن یا نه. وفاترین وفادارترین زنها کیا هستن؟ اونایی که موهاشون مشکیه، موهاشون قهوه‌ایه، موهاشون شرابیه، موهاشون قرمزه، موهاشون طلاییه. اگر این رو میدونید یا ایمیل بفرستید یا زنگ بزنید و بگید که نظر شما یا تجربه شما چیه. وفادارترین زنها رنگ مویشون چیه؟ داشتیم راجع به آقای بنی‌صدر صحبت میکردیم که آقای بنی‌صدر چگونه است که رأی دادن در جمهوری اسلامی اون موقعی که شما بودید خوب بود، همه کارشون درست بود، حالا که شما اومدید همه کارشون اشتباهه. همون رأی گیری که شما میگید آقای خامنه‌ای به شما، آقای خمینی به شما گفت که خامنه‌ای رو باید به عنوان معاون یا نخست وزیر هرچی بوده اون موقع قبول کنید، یعنی درست خودتون توی مصاحباتون گفتید که اون انتخابات نبود بلکه انتصابات بود. حالا همون آدمی که اون موقع با انتصابات اومده سر کار امروز میگه که مردم این انتخابات نیست و انتصابات.
یعنی جامعه ما اگه فراموشی نداشت امروز آقای پرویز ثابتی نمی اومد با پررویی که من امیدوارم این کاری که کرده باعث بشه که به دستگیریش منجر بشه و اینها بدونن که شما نمیتونی بچه های مردم، پدرهای مردم رو شکنجه بدی، دخترهای مردم رو تجاوز کنی شکنجه بدی بعدم قصر در بری. یک جایی حالا یا دست سرنوشت یا دست طبیعت یا اگر خدایی وجود داشته باشه یقتو میگیره، تو سرت میزنه، یک کاریت میکنه. شاید همین کتاب چاپ کردن، شاید همین مسابقه‌ای که انجام دادن در رادیو یا تلویزیون وایس آف امریکا، صدای آمریکا، شاید همین باعث بشه که فعالان اجتماعی حقوق بشر به خونشون به جوش بیاد و برن دنبال همچین افرادی. میبینیم که در دنیا هست دادگاه‌هایی که مخصوصا برای اونهایی که جنایت علیه بشریت. ببینید وقتی مثلا صدام حسین توی کشور خودش میزنه مردمش رو شیمیایی و میزنه ایران و شیمیایی، اینها، این دیگه بهش نمیگن جنایت علیه این حسن حسین تقی، جنایت علیه بشریت. میرن دنبالشون و میبینید که توی دادگاه ها بعد از 50 سال 60 سال هنوز اونها رو میارن و به اصطلاح محاکمه میکنن و اگه محکوم شدن جرمشون رو هم باید ببینن. متاسفانه در یکی دو روز گذشته باز شاهد تیراندازی در دبیرستانی بودیم در آمریکا، یعنی شاهد عینی نبودیم، شاهد از طریق تلویزیون. از روزی که این پیام ماجرای شاهد بازی و کتاب شاهد بازی رو گفت، ما کلمه شاهد رو که میاریم خیلی با ترس و با لرز میگیم. و از طرفی امروز صبح طوفانی اومد در اون منطقه میسوری و اینها که خودشون میگن میزورا و خرابی زیادی به بار آورد و این هم یه ماجرایی که آدم با وجودی که از طریق تلویزیون میبینه ولی قلبش آزرده میشه. وقتی که ما امروز بعد از ظهر برنامه آقای سرهنگ عقیلی پور رو داشتیم، آقای هومر آبرامیان یه ایمیلی فرستاد، مطمئن نیستم در رابطه با همون برنامه بوده یا تصادفاً، و گفته بود که بعضی ها مغرض هستن و درباره شاه صحبت میکنن، شاهی که خلبان هواپیماهای جنگی بوده، شاهی که این بوده، شاهی که اون بوده. آقای هومر آبرامیان تو رو خدا این حرفای آقای کوروش ایرانی رو تکرار نکنیم برامون، چون باعث میشه بعد اگه دوتا حرف درست هم بزنی هیچ کس شما رو قبول نکنه. ببین عزیزم، رهبر یه مملکتی نمیتونه تو همه چیزا وارد باشه الا اینکه این مدارک رو الکی بهش داده باشه. نمونهش این رهبر یا رئیس جمهور کره شمالی که دو سه هفته پیش فوت کرد، چی بود اسمش؟ جان چانگ مین بود، چی بود؟ و حالا پسر عقب افتادش که این جوونیش انقدر چاقه، حالا دیگه سنش بره بالا چی میشه؟ همین شما نگاه کن، فردا لباس میپوشه از اینجا تا اینجا مدال. این مدال ها رو تو کدوم جنگ گرفته؟ هواپیمای جنگنده شکاری که آقای شاه رفته با یه خلبان دیگه آمده نشسته توی اینجا، اون هواپیما سازی چیزم بوده، عکسش هست. این جورج بوش هم سوار هواپیما میشه، طرف نه ارتش رفته نرفته جنگ، ولی دیدی که اومد با هواپیما نشست روی اون کشتی یا اون روی ناو هواپیما بر و گفت که میشن اکامپلیش، یعنی ماموریت تمام شد، به خوبی انجام شد. نمیخوام، شما سنی ازت رفته، جای برادر بزرگی من هستی، جای پدر من هستی، نمیخوام بگم خجالت بکشید، ولی قرن عوض شد و شما عوض نشدی. این که نمیدونم آقای رضا پهلوی 3 زبان صحبت میکنم اینا، شما برو به این خانم لیلا حاتمی، اصلا وقتی با این مشکلاتی که تو ایران بوده یه شخصی 4 زبان رو اینجوری صحبت میکنه، هنرپیشه هست، کار میکنه، مشکلات سیاسی داره، خجالت بکشین. اون وقت کسی که چی بوده، این شیرازی هم گفتن لله، دایش یه خانم فرانسوی بوده، آقای رضا پهلوی که با مادرش بزرگ نشده که، دایش فرانسوی بوده، یعنی زبان مادری آقای رضا پهلوی فرانسه است. خب حالا 2 زبان دیگه هم، فارسی که همراه مردم بوده، انگلیسی هم معلم داشته و بعد اومده اینجا هنر کرده. بنده که هیچ کاره مملکت بودم 3 زبان رو بلدم صحبت کنم، البته دیگه آلمانیم زنگ زده. خب این چیو میرسونه؟ این بدبختی و عقب افتادگی ما رو میرسونه آقای هومر آبرامیان.
نمیدونم شاه دیدید که با وجودی که بهش حمله کردن ولی در هیچ جا مأمور محافظ نمی برد. آقا خجالت بکشید. شاه بعد از اون تیراندازی که شد اصلا از مردم فاصله گرفت، بعد از اون تیراندازی که تو دانشگاه تهران بهش شده بود و بالای لبش زخمی شد و اینها، اصلا دیگه از مردم فاصله گرفت، خیلی کم با ماشین اینور اونور میرفت. وقتی با ماشین میومد یه جایی، من خودم یادم شاگرد مدرسه‌ای بودیم، میومد 10 تا ماشین میرفت، هیچ که توش ما نمیفهمیدیم کیه، میگفتن این شاه بود رد شد رفت. حالا خدا میدونه اون با هلیکوپتر رفته بود، توی یکی از این ماشینا بود، اصلا کسی رو نمیدیدی. آخه واقعا شرم کنید، خجالت بکشید. این چیزا رو تو قرن 21 اینجا که میبینی، آقا هر روز این آقا هر روز که دروغ میگن، هر چند روز یه بار آقای اوباما بلند میشه میاد این دانشگاه جورج میسون، 3,000 نفر 4,000 نفر تو اون سالونه، ببینید چجوری با بچه ها دست میده، چی میکنه زنش، ببینید چجوری توی این بچه ها وای میسن، ساندویچ میخورن، چی میخورن، میرن توی باغچه نمیدونم کلم میکارن، گیاه میکارن. از اینا یه بوتی ساختید، بعد هر کیم بهتون میگه شاه اللهی میگید آقا چرا شما میگویید شاه اللهی، ما طرفداران پادشاهی پارلمانی هستیم. آقا خفه شید. کدوم پارلمان؟ پارلمانی که اینقدرش انتصابی بود، اینقدرش انتخابی بود، اون انتخابی هم شرایط و رابطه و اینها بود. ای داد بیداد، وفاترین زنها میگه کاری به رنگ موشون نداشته باش، اونهایی که رنگ موشون خاکستری میشه پای شما، اونها وفاترین زنها هستن. مرا دردیست اندر دل، اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم مغز استخوان سوزد. این دوستمون نوشته که وفاترین زن زنهایی هستن که موهاشون از دست دادن و کچل شدن که به شما تا آخر عمرش میچسبه، چون کلاگیس هم میذاره فقط شما میده. این واقعا دوستان طبع طنزشون. خب حالا من اگر این رو ایمیل همسرتو داشتم میفرستادم، اون وقت میدیدی امشب که تو داگ هاوس خوابیدی میفهمیدی چه خبره. خب آقای اجلالی هم یک دعوتنامه‌ای هست آخر ماه مارچ و یک کنفرانسی هست که در رابطه ایران و اینها صحبت میکنن، میخوام من این رو بهتون نشون بدم. CATO Institute یعنی US Policy Toward Iran. بعد میگه که The Cato or Cato Institute invites you to a conference. یک کنفرانسی هست، ببینید اینجا یک کنفرانسی که هست دعوت میکنن، بعد به مردم میگن زنگ بزنید یا ایمیل بفرستید جاتون رو رزرو کنید. اگه 300 حالا ما ایرانی ها یه سمیناری گذاشتن، یه گرده همایی گذاشتن، مخفی کاری، اون به اون نمیگه، بعد حالا هر کدومشون رفتن یکی یکی برگشتن میگن آقا ما اشتباه کردیم، ما نمیدونستیم که اینا هستن، اینا یه مشتی دزد و یه مشتی نمیدونم کلاهبردار و یه مشتی که فقط اومدن بشن چلبی های ایران. بذارید من اینو برای شما نشون بدم، بهتون بگم که این کی هست، چی هست، کجا هست. CATO Institute مؤسسه سازمان رو میگن، تو ایران میگفتن انستیتو. خب US Policy Toward Iran The Prospect for Success and for Failure. بله اینا از همین برنامه هایی هست که میذارن. این مهمه، میگه که دو تا برنامه هست، دو تا پنل هست، یکی پنل یک که افرادی هم که اونجا هستن نوشته، علیرضا نادر، جاستین لوگن و خانم باربرا سلوین، اتلانتیک کانسل بریک. بله بعد پنل دو داره بعد از اون هست. آها پنل اولی اینا میدونید اجندا دارن، دستور عمل دارن، دستور عملشون یا اون موضوعی که دربارش صحبت میکنن، can diplomacy work، یعنی آیا این دیپلماسی همون صحبتای بین کشورها هست، میگه آیا اون کار میکنه. بعد پنل دومیش میگه که حالا انتخابای بعدیمون چیه اگر این دیپلماسی یا به اصطلاح صحبت بین این مملکت ها کار نکرد، صحبت دوم چیه. تاریخش هست مارچ 30 یعنی روز 30 مارچ، روز جمعه هم هست، این هم روزیه که ما سیستممونو میخوایم اینجا عوض کنیم و ممکنه یکی دو روز اینترنت و اینهامون به اصطلاح
قطع بشه، ولی سعی میکنیم و تلاش میکنیم که شما برنامه های تلویزیونی رو از GLVs و TV باکس و اینها بتونید بگیرید. فقط مردم TV.com یه تغییراتی میخوایم داخلش بدیم، سرویسی که میخوایم بگیریم بهتر و راحت تره و این هم هست و شما میتونید ببینید اینجا register یعنی ثبت نام کنید، درست برعکس اون گرده همایای ایران که ایرانیا که باید خودی باشی و خودیا تو نخودیا بیرون، اینجا از این حرفا نیست. این هم این من معمولا چهارشنبه سعی میکنم 1.5 ساعت برنامه داشته باشم، ماکسیموم 1 ساعت 45 دقیقه. دلیلش هم اینه ما چهارشنبه ها 2 بعد از ظهر، مخصوصا چهارشنبه آخر هفته 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر با آقای فرزاد شبستری هستیم و برنامه زنده. برنامه زنده واقعا آدم رو اینا میگن درین، یعنی انرژیت رو واقعا میگیره. بعد ساعت 5 تا 6 در خدمت آقای دکتر عقیلی پور هستیم، بعد 6 تا 8 باید آرشیو درست کنم و اینا، برید نگاه کنید ببینید من الان آرشیو آقای شبستری رو گذاشتم. فردا صبح سعی میکنم آرشیو برای آقای دکتر عقیلی پور و این آرشیو برنامه رو بذارم. بعضی وقتا میگم فردا صبح، ولی توی چند دقیقه اول اقلا آرشیو صدا رو میذارم، چون صدا زمان نمیگیره ولی ویدیو زمان میگیره. به همین خاطره که ما میگیم بابا شما پول اون اسپانیشی که میرید دم 7-11 برمیدارید ساعت 15 دلار و 10 دلار هست، طرف میگه بله، میگم خب 2 ساعت میشه 30 دلار، 25 دلار، حالا دیگه پول برق و آب و گاز و اینها رو ول کن، یک کارگر اسپانیش شما میری برمیداری میاری، میگی 2 تا بیل بزنین، درخته رو من میخوام بزنم، با ماشین میری ورش میداری میاریش، با ماشین میره میرسونیش خونه که میاد خانم برادرت پدرت دلش میسوزه براش یه نوشابه هم بهش میده، اگه موقع نهار باشه نهارش هم میدی. ما نه نهار ازتون میخوام نه نوشابه میخوام، میگیم آقا شما که دوست ما هستی شرایط ما رو درک، اگر میخوای این امکانات استفاده کنی ما که بهت نگفتیم برامون تازه برامون بنز بخری چه اشکالی داره، من بنز سوار بشم چه اشکالی داره، دارم کار انجام میدم بنز سوار میشم، ما که قرار نیست اینجا گدا باشیم و سر گردن کج جلو این اون باشیم، آقا دارم کارم انجام میدم، شما میخواین از این سرویس استفاده کنید مبلغی پرداخت میکنید، نمیخواین استفاده کنید برید اونجایی که بهتون دروغ میگن، میگن ما به شما مجانی برنامه میدیم، که ببینید پشت برنامه وقتی باشون تماس میگیرید اون وقت چه نرخایی رو ازتون میخوان. اینم از این ماجرا. خب GLVs یادتون باشه از دیروز تا یه مدتی این اپلیکیشن هایی که شما میذاری روی تلفن و میتونی GLVs رو ببینی که حدود والا من نمیدونم 300-400 تا مثل که تلویزیون رو اینها داره مجانیه، ولی اگر از اون بگذره بعدش میشه، تا مجانی هست برید استفاده کنید. سوربی هستم دوست عزیز، شما بفرمایید. الو سلام عرض میکنم از سوربی. سلام همشهری عزیزم، بفرمایید. ممنونم شما لطف میکنید تو برنامه های آقای پرچونه هم زنگ میزنید، من واقعا ممنونم از شما، بفرمایید. خواهش میکنم اتفاقا شما الان تصویر فهمده که من مصدرتر شدم که زنگ بزنم. اون قدیما میسی کلسالتیش این صحبتی که شما در مورد بنز فرمودید قدیمیش درست شناسی میگن دوست ما رو یاد کنه گرمی هل پوکی باشه. هل پوک شما میدونید چیه؟ بله، هل که میکردن بوی خوبی میداد و موادی توش برای شیرینی و اینها استفاده میکردن. هل پوک اتفاقا میدونی هل پوک هم باز میذاشتی تو دهنت بوی خوبی میداد. بله، حالا وقت زمان بعد چیزش کرده بودن گفتن آزمان خیلی از یاد میرفتن در یک ترانسیت و یا حالا چیز مسافرت اینا، میگفت دوست من یاد کنی گرمی بنزی باشه. شما اگر لحظه فرمودی که بنز مثلا آخرین مدلی باشه به شوخی، حالا شما فهمدید که ما باید بنز سوار بشیم، اینجا دیگه بنز اون چیز هم نه خیلی به قولن شکل غمری هم نیست، بیشتر مردم بنز هم هست جزه به حساب وسیله نقلیه‌شون. باور کن من هفته پیش یه ماشینی اینجا دیدم، اصلا حالا خوبه از شما سوال کنم اسمش هم یادم رفته، اسمش نمیدونم فایسا کارما 120 هزار دلار بود. بعد
لمبرگینی و اینا هم آوردودن گذاشتونن یه جایی که اونا خب میدونی همشون 300-400 هزار دلار و اینها هست. به قول شما این روزا بنز نوع نوعش رو درست کرده، سی کلاسش رو مثل که حدود 30 هزار دلار 35 هزار دلار درست هم قیمت ماشینای شبلت و اینا هست. بله حالا یه چیز از بنز فرمودی، من یادم از چند سال پیش آقای گفتی ما یه بنز خریده بودیم و این درش خوب کار نمیکرد، شکایت کردیم بردیم کمپانی اینا، آخرش اون آقا برای که کنترل کیفیتی که ما میگیم رو نشون بده گفت جلو خودش حالا یا آلمان بود یا هرچی اینو گذاشتن زیر پرس و گفتن آقا این مثل درست بشو نیست و دوباره ذوبش کردن. آها. اون مسئله کنترل کیفیتی که توی کارخونه هست خیلی براشون مهمه و ما تو کار پیانه که بودیم مثل تار یحیا میگفتم شما تار یحیا میدونید چرا معروف شده؟ نه تار یحیا نمیدونم چرا معروف. من تو کار پیانه که بودم خب تار یحیا خیلی معروفه و دیگه حالت عتیقه داره، میگن این یحیا درست میکرده بعد امتحان میکرده اگه تا صداش خوب نبوده اینو میشکسته. آها نمیذاشته باید بر یک بدنه و یک لرزش ارتعاشی داشته باشه که اگر اون نداشته باشه این دیگه تار نیست، این یه بارغرکی یه جعبه این هست که شده تار یحیا. حالا این کار میکردی؟ میگم شما تو کار پیانو چه کار میکردی؟ پیانو میزدی یا؟ من خرید فروش میکردم. من 10 سال آگهیاشم دارم. توی تهران کارشناس پیانو بودم، چون داشتم فنی بود مکانیک بودم مکانیزم پیانو رو میشناختم. آها پس شما مثل منی شما... میگم شما مثل منی چیزی سرت نمیشه، شما معلم رسم فنی بودی. بله من معلم نبودم، البته گفتم شما من دبیر فنی هم به هم چیز میخواستم برم باهول برای دبیر فنی نرفتم، برای رفتم سربازی. بله بله معلمی رو خیلی کار مشکل و با مسئولیت میدونم. آره اونجا در چی بود؟ تربیت معلم بابل بود میدونم. بله 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 من اتفاقا رفتم قبلشم با اتوبوس رفتم که ببینم از نزدیک آیا مسئله سربازی حل. گفتن نه هم که تو مطبوعاته و شما باید سربازی رو برید و برگشتیم و معلم کار خیلی مشکلیه، کسی که اگر بخواد به قولن حتی مطلب رو ادا بکنه و من همیشه میترسیدم از این مسئله. ولی پیانو رو توی 10 سال من کارشناسی میکردم، خرید فروش میکردیم شاید 500 تا 1000 تا پیانوی روسی. بعد همین مسئله کنترل که بیاد پیانوی روسی هم هم تو بود، یکیش خوش صدا بود یکیش خوش صدا نبود، ولی یاماها اشتنده نمیدونم اشتنده انسان اینا همه کنترل صدا کنترل کیفیت میکردن و تا خوب نبود به بازار عرضه نمی کردن. حالا این زنگ زدم با وجود که روز مدیا نیست، ولی خواستم نظر خود شما رو در رابطه با این برنامه دوستمون آقای، یعنی شما فکر کنید برنامه شون ادامه داشته باشه. یعنی من نمیخوام بگم ها نه برنامه موفقیت آمید بوده از بعد تجاری، از بعد برنامه آقای بهروز پاکشی رو میگی؟ بله حالا الان که من هیچ وقت نخواستم خارج از تلفن، یعنی اگر که به دوستان توی چیز میدیا زنگ زدم همیشه از روی خط صحبت کردم که هم دیگرونم بشنوند و همین که خودم اگر یه موقع خواستم چیزامو فایل کنم دسترسی داشته باشم. بله بله. یعنی سوالی که میکنم شاید یک سوال خیلی نمیشه گفت خصوصیه، ولی میخوام بازم روی هر ببینم که نظر، یعنی شما این نمیخوام بگم انشاءالله. بله امید به امید برنامه ایشون هست متوجه هستم. امید که خب همون دوستانی مثل شما دوستان دیگه اسپانسر بشن سپورت کنن، اگر بیزینسی دارن آگهی بدن، اگر بیزینس ندارن با همون تلفن هاتلاینی که ایشون گذاشته. ولی به نظر من اون تلفنم 50% میره تو جیب اونا و کار بی خودیه. 50% نه شاید 30%، یعنی چون چی گفتن شاید 70%، چون گفتن با مالیات و با چیزهای دیگه از 2 دلار 70 سنت دست ما میگیره. خب پس دیگه یعنی پس دیگه بدتر. ولی بازم من تو برنامه ایشون گفتم که حتی بعد سوال کردم که شما میتونید ببینید تلفن اون شخصی که تلفن میکنه، گفتن بله هر پولی که رد و بدل میشه باید آره قانونا باید لاگ بشه. دلیلش هم به غیر از این که الان اون محدودیت ها و ممنوعیت ها هست، اینا چند سال پیش هم حتی قبل از سپتامبر 11 و اینها، خب شما حساب کنید که یه نفر بیاد یه دفعه 10,000 دلار بریزه تو حساب شما، بعد شما ندونی اون شخص کیه، بعدا دولت بفهمه که اون مثلا مواد مخدر خرید و فروش کرده.
متوجه میشید؟ یعنی شما خود به خود درگیر یه مسائلی میشدید. اینی که توی آمریکا شما اگه یه پولی هم گیرت میاد باید بتونی توجیه و توضیح کنی، توضیح بدی برای مالیاتی شو که این دقیقاً. من یه دفتری اینجا دارم، اگر یه کسی $5 نقد میفرسته تو پاکت، اونو ور میدارم مینویسم، کاغذشم مینویسم که این $5 نقد فرستاده، اینجا مینویسم $5 کش. چون این اتفاق افتاد، اتفاقی که از دوستامون که هیجان زده شده بود وقتی دکمه پیپل رو گذاشت روی اکانتش، بعضی ها زنگ زده بودن گفته بودن ما پناهنده هستیم توی اروپا و ما اصلا کردیت کارت و اینا نداریم، و اونم میگفت که نه مگه ما مواد مخدر فروش هستیم که پول کش بگیریم. بعد براش توضیح دادم، گفتم آقا اینجا خیلی رستوران ها، خیلی این فروشگاه های کنار خیابون، خیلی راننده تاکسی ها هستن که کش میگیرن، ولی همشون لاگ بوک دارن، یعنی مینویسن که امشب مثلا من $300 کش دارم، $200 رو کردیت کارت، اینقدر فلان اینها. و بعدا فهمید که چه اشتباهی کرده و چه ضرری. ولی اون چیزی که شما میگید که آیا اون مسئله رو به شکل تیپ هم هست، یعنی خیلی تو رستوران هم تیپ میگیرن بعد گزارش بدن که من چقدر تیپ گرفتم. آفرین، تیپ نمونه وارد تیپ شوردی به درد چیز بید. بله و خیلی ها به درد سر افتادن، یعنی اگه طرف شغلش ویتر یا ویترس هست و یه خونه داره، ماشین داره، بعد IRS میاد میبینه آقا این هر سال حقوقی که گرفته، حقوق اینا بعضی هاشون ساعتی $2، بعضی هاشون اصلا حقوق هم ندارن، و اونو نوشته به اضافه یه چیزی کم، طرف میاد همون قانون از کجا آورده اید رو که زمان آوردن اینجا به درستی اجرا میکنن. در رابطه با این که پرچونه برنامه هاش ادامه خواهد داشت یا نه، من برنامه این رو خودم شخصا دوست دارم. من پرچونه رو هاوارد استرن ایران و ایرانی ها میدونم و به نظر من باید افرادی که برنامه‌ش رو دوست دارن کمک کنن. دلیلش هم اینه. برنامه‌های دیگه ممکن حالا یه کسی دوست داشته باشه دوست نداشته باشه، 50-50، ولی برنامه‌های افرادی مثل پرچونه رو آدمای مشخصی باید برن حمایت کنن، حالا چه با کردیت کارت، چه با پیپل، چه با تلفن، چه حتی اگه شده براش بره مانی اوردر بگیره، براش پست کنه، نمیدونم بدون آدرس و فلان اینا. در صورت از طرف من امید هست. البته یادت باشه یه نفر گفت که رفتم خواستگاری دختر شاه، طرف گفت که گفت میخوام برم خواستگاری دختر شاه، گفت آخه دیوونه شدی تو که شانسی نداری، گفت آقا از طرف من که من موافقم، فقط مونده که اونا موافق باشن. حالا از طرف من هیچ اشکالی نیست، فقط مونده که شما دوستان کمک کنید و همت کنید و خود پرچونه هم اسپانسر یا حامی پیدا کنه. بله وقتا میگفتن میخوام برم فلان جو طلبیده منو، گفتن همیشه آمادن بلند کارا، بعضی گفتن پول گفتن ندارم، آقا در یک کلمه کار ما خراب شد. مرسی قربان خدا نگه. ما سعی میکنیم که به قولن همونی که گفتم مسئله بهشون هم گفتم دیورسیتی، همون از تنوع میاد و جدایی، ریشه کلمیه که بهشون گفتن نه خیلی فاصله داره، ولی ما به خاطر که بعض وقتا باید یک کسی رو حمایت کنیم چون که متفاوته اینجا، حتی برای چیزای متفاوت یه ارزش خاصی دارن، سعی میکنیم حمایتشون کنیم. موفق باشید. من میگم شبا کار میکنم دیگه، دانشگاه هم اضافه شده، آخر برنامه ده ربع ساعت دیگه شما رو دیدم. موفق باشید. مرسی، به زودی میذارمش رو آرشیو تا ببینیش. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. بله این دوستمون معمولا هر وقتم تماس میگیره میگه که من برنامه شما رو از آرشیو میبینم و گهگاهی وقتی که یا چون شب کار میکنه، روز مثلا اون روز یادم زنگ زد به پرچونه گفت که من اصلا خواب بودم، بعدم بلند شدم برنامه شما رو دیدم. و ممنونم از همین که شما درس میخونی و کار میکنی، برای ما افتخاری هستی که واقعا باید افراد مثل تو رو ما مثل والا دیگه. این کلمه شاه هم وقتی به یکی میگی آقا تو شاه منی، اصلا دیگه طرف میگه خب پس میخوان حالا بعدا بندازنش بیرون اینجوری. خب بله این دوستمون نوشته که درود بر شما و آقای سوربی، همه آنها که بزرگمرد داد درست است، بایستی دلیلش را ما پیدا کنیم و در براندازی این اون ماجرای 37 درد و عیبیه که گفتم، نوشته که آن راه روش جایگزین کردن را بهتری پیدا کنیم. بله شما درست میگی. آیا شما با این نوشته من همگام هستید یا نه؟ بله اتفاقا
میگه که بهترین راه این که یه چیزی رو درست کنین اینه که اول پی ببرید که یه اشکالی داریم. یکی از مشکلای ما با این دوستان شاه اللهی به قول خودشون طرفدار سلطنت پارلمانی که بهترینه اینه که اینا هنوز قبول ندارن که کارشون اشکال داشته. بابا آقای رضا پهلوی میگه حتما اشکالایی بوده که به این روز افتادیم. خود رضا پهلوی اینو میگه، شما حرف رضا پهلوی رو قبول نداری. ماجرای رضا پهلوی، اون ماجرایی که گفته بود، خودش گفته بود 62 میلیون دلار من سال 1900، شماها هر کدومتون با خانواده‌هاتون ببینید چقدر پول داشتید، ببینید تو کدوم کشور مجبور شدید برای ساعت 7 مارک یا برای ساعت چند دلار کار کنید. اینا 62 میلیون اون موقع داشتن، حالا یه تلویزیونی میخوان باز کنن میگه ما احتیاج داریم 5 میلیون مردم، شما بیان 100 دلار 50. خب یه آدم نالایقیه، این نتونسته یه بیزینس رو موفق کنه. حالا اون میندازد سر احمد علی مسعود انصاری، احمد علی از مسعود انصاری میگه اصلا من کاری نبودم، تصمیما رو اینا میگرفتن، من حسابدار بودم، وقتی با چک بدم که من نمیتونم نگم، ضرر میکردن چک میگرفتن، نرخشون میمده پایین، بانک داشتن، شرکت نفتی داشتن. امروز اگر یه نفر بیاد به شما بگه آقا من 3 تا رستوران داشتم 3 تاش ورشکست کرده، شما بیشترین کاری که به این میدین ممکنه بهش بگی حالا فعلا اینجا وایس و کمک اون خدمتکاره کار کن. بی خود نیست آقای رضا پهلوی میگه من نمیدونم من میخوام چی باشم، هرچی مردم بودن، چون با این رزومه ای که داره، با این سابقه کاری که داره، والا پسر زرنگیه که میگه، پسر نه مرد زرنگیه که میگه هر چیزی مردم بخوام من انجام میدم. بله آره، ما چاپلوسی داریم توی مملکتمون، چیز داریم، اینا رو باید اشکالا رو رفع کنیم و ببینیم اشکال از کجا هست. دوستان عزیز 9:50 به وقت شرق آمریکاست، یعنی ما 1:20 هم از اون چیزی که باید بگیم گذشتیم و رفتیم. ببینیم که این دوستمون چی میگه. بله میگه که من هیچ وقت خب بعد as you say it's very painful for me to see the most criminal person can be free and not restrained. بله please take more talk. این دوستمون میگه که در رابطه با آقای پرویز ثابتی بیشتر صحبت کنید که این دوستمون رو من اگه اشتباه نکنم کسیه که دنبال افرادی هست که برای ساواک کار میکردن، حالا از یه مقداری بی تفاوتی ایرانی ها سوء استفاده کردن و خودشون رو توی جامعه قایم کردن و معلوم نیستن. اگر ما ایرانی ها یه مقداری همت و همیت داشتیم، اون افراد رو مال رژیم قبلی میگرفتیم و به اصطلاح دست محکمه میدادیم، این رژیم الان حساب کار خودشون میکرد. چیزی که هست ما میگیم اونا که کاری نکردن، اینا هم فردا میان میگن ما که کاری نکردیم، منتظر یکی از این بدتر باشیم. ممنونم از ری و در این باره با هم صحبت میکنیم. خب دوستان عزیز، این دوستمون تماس گرفت و 8 دقیقه پیغام گذاشته. خب به احتمال زیاد این میدونه که دیگه ما پیام های 1 دقیقه 2 دقیقه طولانی تر رو در تلویزیون پخش نمیکنیم و اجازه بدید که بریم یک آهنگ زیبا بشنویم. این نوار پاره پاره، یادتونه توی انقلاب اون آخری که آقای ازهاری فرمانده نظامی بود و اینها گفت که من خودم رفتم شب با دوربین نگاه کردم و دیدم که اینها نواره، فردا ایران همشون اومدن تو خیابون گفتن ازهاری بیچاره. بازم میگی نواره، نوار که پا نداره. این خواننده این شعر رو به صورت خیلی قشنگ اجرا کرده. بریم با هم این رو ببینیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. فردا پنجشنبه ها ما معمولا 2 بعد از ظهر آقای دکتر رخسار رو داریم. دکتر رخسار تصمیم گرفته چون توی برنامه هاش تلفن نمیگیره که به صورت زنده بخواد جوابگو باشه، برنامه ها را از قبل ضبط کنه و بذاره. آقای فرزاد شبستری هم همینطور، مگر اینکه کسی بگه تماس بگیره باشون بگه من میخوام یه برنامه زنده داشته باشم، میخوام با شما بشینم توی برنامه تبلیغ باشه، اینفومرشالی باشه، در رابطه با یه موضوع مهمی باشه، با خود دوستان تماس بگیرید. پس برنامه ها طبق معمول
ادامه پیدا میکنه، به نوبت میان و میچرخن و نشون داده میشن و برنامه زنده جمعه دو بعد از ظهر من در خدمتتون هستم و یک شنبه چهار بعد از ظهر پرچونه و هشت بعد از ظهر آقای احمدیان، شیش بعد از ظهر ما قرار بود دکتر آقاسی رو داشته باشیم. دکتر آقاسی برنامه هاش با تلویزیون افغان، آها چیه ندای افغان، انقدر داریم دیگه تلویزیون، یکیش هست آریانا اینترنشنال، آریانا معمولی، در هر صورت با اون به هم خورده، با برنامه‌های زنده ما نمیخونه، ولی برنامه جدید آقای دکتر آقاسی رو هم دارم، برنامه جدید دکتر محیط مال دیروز شو دارم. ضمناً خبر خوب، آرشیوی که از بین رفته بود میتونم بگم تمامش برگشت، آقای عزیزان، آقای دکتر محیط، آقای فرزاد شبستری، و تنها کسی که نتونسته وقت نداره چون پول ندارم بذارم خود من، یه سری آرشیوام از بین رفته که اشکالی هم نداره، انقدر زیاد برنامه میذاریم که میتونید بیاین نگاه کنید، سالهای سال میتونید بشینید و برنامه ببینید. هر کجای دنیا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. یادتون باشه تلویزیون مردم، این برنامه‌ای که گذاشته سوربی با مردم، اگه شماها نباشید میشه سوربی، بعد یه مدت هم میشه دقایقی با سوربی، بعد هم میشه ثانیه‌های با سوربی و قید میشه میره امام زمان و میشه سوربی با امام زمان برنامه اجرا میکنه از چاه جمکران. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. همه روزای هفته همون جمعه خوش
شد هزار باغ گل سرخ خشکید و خزون شد هزار غنچه که پرپر شد و از شاخ زمین ریخت زمین لرزید و لرزید نه اون موند و نه این شد نه اون موند و نه این شد حالا باقی چی مونده نواره پاره پاره به هر کی میگی پاشو میبینی پا نداره حالا باقی چی مونده نواره پاره پاره به هر کی میگی پاشو میبینی پا نداره حالا باقی چی مونده نواره پاره پاره به هر کی میگی پاشو میبینی پا نداره حالا باقی چی مونده نواره